بینندگان عزیز با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. اون روز به شما گفتم که یک مژده‌ای براتون دارم، به قول آمریکایی‌ها یک سورپرایز، و امروز خوشحالم که الوعد وفا و با آقای حشمت رئیسی هستیم، یکی از فعالین و مبارزین قدیمی و سابقه دار که البته خود من ایشون لطف کردن و گفتن که اگر خودت هم سوالی داری، پرسشی داری یا میخوای من رو به چالش بکشی آزادی، و از این بابتشون ممنونم. آقای رئیسی سلام میکنم خدمت شما، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. اگر لطف کنید برای دوستانی که احتمالاً تا امروز ممکنه شما رو نشناسن، که فکر نمیکنم اگه کسی روی اینترنت و تلویزیونای ایرانی و فیسبوک و اینها باشه شما رو نشناسه، ولی شما لطف کنید دو سه دقیقه ای به طور مختصر از خودتون بگید. آقای حشمت رئیسی کیست؟ چه کار کرده؟ در جوانی چجوری ایشون در افتاده بوده با ساواک و اونها چندین مدت دنبالش میگشتن که ببینن این نشریه ها رو کی پخش میکنه و اینها، و دستگیر شدید و اینها. من ساکت میشم، میکروفون رو در اختیار شما میذارم و از دوستان هم خواهش میکنم چه در طی این برنامه که زنده است، امروز دوشنبه هفتم ماه مارچ و 17 اسفند، چه در مواقعی که بازپخش میشه یا از روی فیسبوک، آرشیو، یوتیوب بالاترین میبینید، میتونید تماس بگیرید، پیامهای تلفنی، ایمیل، فیسبوک، و امیدوارم آقای رئیسی در برنامه‌های دیگه پاسخ بدن. من در خدمت شما هستم و بازم تشکر میکنم که دعوت من رو پذیرفتید، این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم. بفرمایید. بله سپاسگزارم. والا بیشتر من همیشه تمایل دارم که یک آدم معمولی باشم، بیشترم این روحیه عرفانی شاید باشه. من خیلی زود به ادبیات عرفانی آشنا شدم و شیفته اون ادبیات شدم، به ویژه مولانا و عطار و دیگران، و همیشه این جمله معروف شیخ بزرگوار ابو سعید ابوالخیر رو دارم که بر جمعی وارد شد، قاضی القضات معروف خراسان بود، بعد اونجا مثل مریدانش پیروانش سعی کردن این رو خیلی بزرگ کنن تا مقام ابو سعید ابوالخیر بیارن پایین. وقتی که اینا پرتمطراق این رو معرفی کردن، ابو سعید ابوالخیر اومد و گفت شما؟ گفت هیچ کس ابنه هیچ کس. البته در این فروتنی همیشه عصیان هم هست، یعنی به چالش کشیدن القاب. به همین دلیل همیشه من سعی کردم اینگونه باشه. من توی خانواده کارگری به دنیا آمدم، پدرم شرکت نفت کارگر بوده و از کودکی در صورت یعنی خانواده پر اولاد مجبور میکنه آدم رو که در سنین کودکی کار کنه، کمک خانواده کنه، و خود این باعث شد که یک روی اعتماد به نفس بسیار بالایی در من وجود بیاد، یا هر کس این روند رو طی بکنه که مسئولیت پذیری رو از سنین کودکی میاموزه. گرچه سخته، دشواره، دوران کودکی آدم خیلی زود مثل آسیب میبینه، به قول معروف کودکی نمی کنه آدم، بزرگی میکنه، ولی این رو داره که همیشه روی اعتماد به نفس، قدرت تصمیم گیری بالا، قدرت آینده نگری، اینها توی آدم های خود ساخته به وجود میاد، چه بخوان چه نخوان. ربطی هم به استعداد ویژه نداره، تمرینه. با توجه به اینها به اصطلاح در سنین کودکی کار کردم آموزشگاه
صنعت نفت رو رفتم. اونجا هم محیط جالبی بود، چون قبل از اینکه ما بریم توی این آموزشگاه که با مدیریت انگلیسی بود و رئیسش مستر بامفورد انگلیسی بود و مستر هارفرز معاونش بود هلندی بود، مدیریت کاملا اروپایی بود. تا قبل از اون توی مدارس ایران تنبیه بدنی شدید بود، هنوز رایج بود، سالهای اوایل 40 یا از بین 30 35 36 که این مراحل من تجربه کردم. و اونجا هم این مسئله به شدت ممنوع بود و این اعتماد به نفس رو توی کودک به شدت میبره بالا. و اینجا دیگه تنبیه فیزیکی مانع از آشکارگویی، رکگویی، پرسشگری، شک ورزی آدم نمیشه، چون در تربیت سنتی همه این چیزا تو انسان کشته میشه. و اونجا به قول معروف این معلم ها و اینها بودن که باید احتیاط میکردن، نه ما. و 3 سالم این آموزشگاه رو گذراندم، از نظر پرورشی خیلی خیلی رو من و دوستان من کمک کرد. و خوشبختانم سالهای دهه 40، اوایل دهه 40 بود، جنبش بقایای جنبش جبهه ملی دوم باز شده بود، فعال بود، مطبوعات کم آزاد شده بود، جنبش معلمان بود و این ها باعث شده بود یه مقداری سانسور کم بشه. در نتیجه دسترسی به کتاب هم خوب کم بهتر شده بود و معلم ها هم که یا گرایش حزب توده داشتن یا جبهه ملی دستشون باز شده بود که در صورت با محصلین و خودشون آزادتر رفت برخورد کنن. تو هم آموزشگاه هم چندین معلم توده ای بود که خوشبختانه هم کار رو فراهم میکرد که ما با کتاب ها و ادبیات چپ هم آشنا بشیم. البته من از کودکی کلاس پنجم دبستان دیگه علاقه به کتاب خواندن در من خیلی قوی شده بود. و در نتیجه وقتی که من 16 ساله بودم رفتم پالایشگاه آبادان و اونجا در صورت میبایست 2 سالم اونجا کارآموزی میکنیم تا 18 ساله سن قانونی به قول معروف باشیم، محیط بسیار بسیار قوی بود. اون موقع هم تو پالایشگاه آبادان باز فضای کم باز شده بود و در نیجه جنبش کارگری از اون حالت رکود و سکون بعد از کووید 28 مرداد خارج شده بود. و از طرف دیگه هم کتاب های چپ در محافل کارگری پالایشگاه بسیار بالا بود، دسترسی ما داشتیم به کتاب های در صورت مارکسیستی، این امتیاز رو داشتیم. در صورت اولین گروهی که منتقل شدیم به پالایشگاه تهران برای افتتاح پالایشگاه تهران، در اون گروه بودیم که برای اولین بار یه پالایشگاه به دست ایرانی ها میخواست راه اندازی بشه و رژیم هم خیلی حساس بود که این کار صورت بگیره. در صورت به فاصله بعد کمی بعد من به چاپخونه پالایشگاه منتقل شدم و تقریبا نزدیک 5 سال تونستم از این چاپخونه و امکاناتش که دستگاه های بسیار جدیدی هم آورده بودن، اولین بار بود که ماشین های زیراکس رو آورده بودن توی ایران، اول شرکت نفت می خرید اینا رو، تا سال 53 که تمام این کتاب ها رو من با تیراژ بالا چاپ می کردم و شبکه هم درست کرده بودیم که جلوی دانشگاه تهران بدون اینکه کسی منو بشناسه یه طرفه من این کتابا را جاهای میذاشتم و بعد به شکلهای معینی با پیک معین به این کتاب فروشی جلوی دانشگاه اطلاع میدادم که برن بردارن که اگر اونا دستگیر بشن به من نرسن. و این کار بسیار چیز بود، بارها بارها شده بود این کتاب های جلدسفید اولین بار من تو ایران چاپ کردم، اولین بار. و خیلی رای تو کتاب می
میگرفتم ولی نمیتونستم منبعش رو پیدا کنم. به این ذهنیت رو تو ساواک ایجاد کرده بود که احتمالا خارج چاپ میشه چون چنین دستگاه های بسیار مدرن بود. مثلا کسی تصور نمیکرد که این ممکنه تو یکی از این مؤسسات مهم دولتی چاپ بشه. چون اون موقع مخالفی ماشین های استنسیل داشتن در بهترین حاله، ماشین های دوپلیکت داشتن، الکولیا بود که قوه تکثیر معینی داشت و از روی شماره یا چیزایی از این دست تا واکسری پیدا میکرد. یعنی میگفتن عمر چاپخونه مخفی بیشتر از 6 ماه نیست و پیدا میکرد. در صورت خود همین باعث شده بود که روی کار ما حساس بشن و اذیت بسیار آزار زیاد و باورشون نمیشد که آدمی مثل من تمام این کارها رو کرده باشه. فکر میکردم که یک روی بسیار با تجربه تر، با دانش تر، با شبکه های خارج این رو مدیریت میکنم. تا جایی که من اینقدر اذیت میکنم که بپذیرم مثلا اشتازی سازمان امنیت آلمان شرقی پشت این قضیه، چون اون قوی ترین سازمان امنیت بلوک شهر بود، از کاگبه هم قوی تر بود توی اینجور کارها و کارهای جاسوسی. هرچقدر ما میگفتیم آقا جون این کارا رو چیز نمی کردیم، یادم میاد اصلا نمی پذیرفتم که سیاسی هم، میگفتم اینا رو برای پول حقوقم کم بودی کار رو کردم. بعد میگفتن آقای منوچهر اینا بودی که سربازجوی ها جون، چرا نمی رفتی لیلی مجنون چاپ بکنیم؟ بودن خب برای که نمی خره کسی لیلی مجنون رو، بعد اینا رو میخرم. البته خرید و فروش تو کار نبود، برای که یه طرفه بود اینا رو مجانی میدادم. من خودم هم که هزینه نمی کردم، فقط نیرو میذاشتم، چون کاغذ همه امکانات مال پالایشگاه بود و من روزی 4 ساعت اضافه کاری میکردم برای این کار. یعنی بعد از اینکه تمام من به سلام ادارات تبدیل میشد، من شروع به کار میکردم برای این کار. 4 ساعتم بعدش هم نمیدم خونه، اینا را با ویژگی و با ترفندهای ویژه خارج میکردم، نمیدم خونه صحافی میکردم و بعدم صبح زودم اینا را تو دبه میذاشتم توی فلان مخروبه تو فلان جا و همان جا و بعد به اونا اطلاع میدادم که به صورت فلان جای دبه است، برید صد تا اصلا کتاب اونجا بود برمیداشتم بردم اونا. شبکهشون طوری بود که میتونستم کتابای زیر میزی رو بفروشم. آقای رئیسی ببخشید حرفتون قطع کنم، شما گفتید بعدن که شما رو گرفتن، شما فکر میکنید چجوری شد که اونا شما رو گرفتن؟ لو رفتید یا کنترل کردن تو اون کتاب خونه و اینا؟ من فکر کنم تلفیق کار مخفی و علنی میبایست آدم های خاص و خودش رو داشته باشه. تا اونجا من کاملا مخفی عمل کردم، یه تنه هم عمل کردم. بعد در این حال فعالیت صنفی حاد هم میکردیم، یعنی اعتصاب بران، اونجا دیگه کار علنیه، این کار مخفیه. بعد دبیر سندیکا در صورت دوست من بود، خودم هم سندیکالیست و دوست هم بودیم، به خاطر اعتصاب دستگیر شد و بعد خوب اینو گرفتم. ما به شدت مقابله کردیم. یادم میاد سرهنگ مصومی رئیس ساواک شهر ری آمد پالایشگاه، حالت تهدیدآمیز که هر کی نمیخواد کار کنه کارتشو بده بره. من اولین کسی بودم که کارت چی هست VS نمبر با قول آبادانی کارت شناسایی که چیزمون میداریم به وارد پالایشگاه میشه باید کارت باشه، پرت دادم طرفش. بعد به دوباره بقیه کارگران اومدن کارت رو گذاشتن رو میز، دید که نه اینجوری با این پدیده نمیتونه درگیر بشه و اصلا کارش حتی تو همون چارچوب نظام هم غیر قانونی است و این آبروریزی وحشتناکه برای مدیریت صنعت نفت. چون اون موقع سعی میکردن در سطح جهانی در بسیار سازمانهای جهانی کار این ذهنیت رو ایجاد کنن که صنعت نفت یه جایی که کارگرانش کاملا رفاه دارن و هیچ مشکلی نیست و خیلی سخت تن به اخراج میدادن، خیلی نادر
و این کارش بسیار تحریک‌آمیز بود. البته دوستمون رو آزاد کردم، ولی اینطور که گفته می شد یکی از این بچه ها رو توی پالشگاه آبادان دستگیر کردم با چتا. اینطور که خود دوست ما می گفت از طریق اون به دوست من رسید در تهران، آقای عبدالله خسروشاهی، و شون رو بردن زیر شکنجه سخت. گرچه خب تا آخرش نپذیرفت، ولی مشخصه از اون کانال من دستگیر شدم. و در صورت وقتی هم که منو گرفتن دیگه مستقیم بردن زیر فشار بسیار سنگین دیگه. این سال کی بود؟ 1350 53 53. خب شما لطف کنید به من بگید که، چون من حقیقتا از موقعی با شما آشنا شدم، شما آمدید و با آقای رضا پهلوی دیداری داشتید و خیلی بحث برانگیز بود. خیلی ها مقالات مختلفی نوشتن درباره شما و گفتن اگر شما به خاطر ساختن راه آهن و چند تا خیابون و دانشگاه میاین از فرزند شاه یا از نوه رضا شاه حمایت میکنید یا ملاقات میکنید، خب حتما بعد هم قدم بعدی اینه که با آخوندها هم که این همه جاده ساختن و نمیدونم کامپیوتر و تلفن بیسیم آوردن. شما در این مورد چی میگی؟ ضمن این که من بگم بارها خودم در برنامه گفتم من پیرو این باور هستم که افرادی توی زندگی موفق هستن که پویا هستن و ایستا نیستن، مثل یه سوره قرآن و آیه قرآن همون که هست وایسن و عوض میشن با شرایط زمان با مکان. بعضیا این عوض شدن رو اسمش رو میذارن نون رو به نرخ روز خوردن. شما درباره این ملاقات چی توضیح میدید؟ دعوت از طرف شما بود، از طرف ایشون بود؟ نتیجهش چی بود و آیا هنوز هم امیدی دارید به ایشون یا شما هم مثل دیگران ناامید شدید و قطع امید کردید از ایشون؟ بله، سوال جالبیست. اولا من مدت های طولانی است از این فضاهای پیشداوری به ایدئولوژیک عبور کردم. یعنی مثل اون اسب اساری است که در دور خودش میچرخه و سعی کردم یک چیز رو یاد بگیرم و اون هم تفکر انتقادی و نقادانه است. به همین دلیل به همون راحتی که از دیگران انتقاد میکنم، هر روز و هر لحظه اندیشه های خودم رو هم مورد نقد قرار میدم، بازنگری میکنم و به همین دلیل از این تفکرات کلیشه‌ای دو ایدئولوژیک بسته بسیار بسیار فاصله دارم که پدیده ها رو یا سیاه میبینن یا سفید. همین تفکر سیاه و سفید دیدن ضربات جبران ناپذیری به اندیشه و خرد ایرانی و از طرف دیگه در پراتیک هم به ضربات هولناکی خوردیم. نمونه سادش ساده باوری رو در انسان به شدت بالا میبره. و عنوان مثال اول انقلاب شعار میدادن دیو که بیرون رود فرشته در آید. از نظر من نه اون بابا دیو بود اونجوری که تو تصور میکردی، نه این بابا فرشته بود، چون بین سیاه و سفید طیف متنوعی از رنگ ها وجود داره. الزامن همیشه اینجوری نیست که یکی خوبه یکی بد هست. واژه ها کاملا سیالن تو این زمین. مثلا فیلم آمریکایی بود خوب بد زشت، خوب حداقل سه واریانتیه، سه پایه‌ای هست این قضیه، دو پایه‌ای نیست. به عنوان مثال همه الان هم توی جمهوری اسلامی خوب مفقوده، خوب مفقوده. همه تحلیلگران خوب بیرون نمیتونن تعریف کنن، بین بد و بدتر. ببخشید، البته اون فیلم هم همون گود بد آگلی، اون هم دو تا بد داشت، یه خوب. نه، اون یکی هست خوب بد زشت. آها، همون واژه‌ها رو در نظر بگیر. یعنی بد قابل تحمل تر، زشت قابل تحمل نیست دیگه. یا این طیف بندی رو داره.
به همین دلیل منم اون نگاه اصطلاح به تاریخ معاصر ایران رو که یکی رو فرشته کنم یکی رو دیو بکنم نمیرم دیگه، غیر ممکنه، اصلا نمیرم. مثلا همه الانم هم. میدونم اگر بخوای برخورد نقادانه به جناب مصدق بکنی که خب فراز و فرودهاش رو از بد به حرکت سیاسیش بخواییم نقد بکنیم، بلافاصلش مثلا چی میگن موج عظیمی از فحاشی و انتقاد، و انتقاد که نه، فحاشی و بچه از زدنها شروع میشه. اگه طرف این رو فرشته کرده، اسطوره کرده، درسته که تو عالم سیاست هر کس به این بیماری دچار بشه قطعا به انحطاط و تباهی و مملکت هم به تباهی میکشون، چون در درجه اول تفکر انتقادی رو در خودش کشته. منم نگاهم به اصطلاح به رضا شاه یا محمد رضا شاه دیگه این مثل سابق نیست که به قول معروف بد مطلق اون رو میخوام معرفی کنم. من نگاه میکنم بستر زمانی و مکانی که شرایط داخلی منطقه و بین المللی که آقای رضا شاه آمد توی صحنه چه بوده، یک میراث بسیار بالایی که بهش ندادن، یعنی چی میگن یه میراث عالی فرهنگی به ارسید از چی میگن قاجارها، یه میراث اقتصادی مششانه، یک میراث سیاسی قوی، دموکراسی فلان، اینها رو که نمیبینن، تنگناهای کشورم به اون موقع نمیبینن، نمیخوانم ببینن، ولی میان راحت دست نشانده انگلیس بوده فلان. اصلا من اینجوری فکر نمی کنم، یعنی بخوام دست نشانده انگلیس بگم، یه جوری صحبت میکنم انگاری بازیگر مطلق انگلیس. اما الان شما دیگه الان قدرتی که الان آمریکا داره قدرت واقعا تکه، یعنی بودجه نظامیش نصف بودجه نظامی جهان مال آمریکاست، ولی میبینیم این ابرقدرت میره توی حوادثی که تو عراق میمانه، توش تو لیبی میمانه، تو سوریه میمانه، اونجا ناچاره با کی؟ با روسیه متحد بشه برای این مقابله با این داعشی که زاده سیاست های غلط خودش هست. خب اینجا حداقل به این واقع بینی رسیدم که این پدیده افسار گسیخته به یک کشور به تنهایی حریفش نیست، آمریکا قبول کرده. در اون دورم نگاه من میکنم این نیست که آمریکا روسیه چی میگن انگلیس بازیگر مطلق باشه، هر کی مهره رو خواست بیاره، هر مهره خواسته بذاره. تو ایران به خصوص که همسایه یک کشوری است که تازه انقلاب شده، موج انقلاب هم داره میاد به طرف هندوستان، یعنی جنبش های آزادی بخش علی استعمار فلان، مجبوره انگلیس با روسا بشینن مذاکره کنن. مذاکره کردن 3 ماه تمام، کراسین نماینده ویژه لنین رفته لندن نشسته با تلگراف هر لحظه که توافق کنن. یک روسا تعرضشون به ایران، تعرض اندیشه‌ای سازمانی تشکیلاتیشون به ایران به اصطلاح پیش نبرن، چون انگلیس از هندوستان میترسید، اون به اصطلاح چیز تاج استعمارش اونجا بود. روس انگلیسی ها هم چیکار نکنن، تعرض به روسا دیگه نکنن، این اولی تمام. دو، رو ایران چیکار کنن، رو ترکیه چیکار کنن. خب ترکیه اومده بودم تو قرارداد 1915 به اصطلاح استانبول که شهرت داره، طرف های درگیر در جنگ، مثلا ترکیه رو تقسیم کردن، امپراتوری عثمانی رو تقسیم کردن بین خودشون. تو قرارداد قرار شده بود که ترکیه وجود نداشته باشه که بین روسیه تزاری، فرانسه و انگلیس، اینا قدرت های اصلی جهان بودن. در مورد ایران هم دو قسمت میشون، شمال مال از میور کرمانشاه تهران تا به اصطلاح خراسان سهم روسا میشد، قسمت از جنوب هم سهم انگلیس ها میشد، تقسیم کرده بودن. ولی کدام ارتشه مثلا ایران میتونه جلوی این کار بگیره؟ همین فقط ما شلوغ میکنیم شعار میدیم. دو امپراتوری عثمانی که هزار بار از ما قوی تر بود، سر شمال آفریقا بود، عربستان، همه مناطق مال او بود، شکست خورد. امپراتوری اتریش هنگری متلاشی شد، خود امپراتوری روسیه داشت متلاشی میشد اگر مثلا چپا دوباره جمعش نمی کردن. خب تحتی همچون وضعیتی تناسب قوای داخلی و بین المللی
وقتی که بلشویک‌ها آمدن سر کار، تمام قراردادها رو رو کردن، قراردادی که قرار بود اتفاق بیفته و تمام امتیازات به ایران دادن. در مورد ایران هم انگلیس و روس توافق کرد که دولت بی‌طرف بکنن، یعنی نه انگلیس‌ها نیرو بفرستن تو اینجا پایگاه داشته باشن برای تعرض به روش شوروی، نه شوروی ها. این ها یه سری کشورهای حایل به وجود اومد، در افغانستان هم یه اتفاق افتاد، در ایران هم همه این پدیده در نجار آمدن. خب چه کسی روی ایران چیز بکنه؟ اولا رضا شاه نبود، سید ضیا بود. سید ضیا هم مورد اعتماد روسا بود، هم مورد اعتماد انگلیسا بود. اینجوری هم که شهرت دادن انگلیسی رو متقش کردن غلط، دلایل زیادی وجود داره. خب ولی سید ضیا نتونست اشرافیت قاجار رو با خودش متقاعد کنه، همه رو گرفت انداخت زندان، فرما برای خودش بود. بعد قاجار هم دو دسته بودن، یه دسته انگلوفیل بودن، یه دسته روسوفیل بودن. اینجا دیدن هر دوتاشون رو ناراضی کرد. خب اومدن نگاه کردن، دیدن میر رضا شاه تو دورانی که سید ضیا بوده اینا رو انداخته زندان، رفتار خوبی با همشون کرد، با همه فرمان فرما همه. دیدن که این پختگی سیاسیش ماجراجویی نمی کنه، مرحله دوم روی توافق کردن. پس بنابراین عامل انگلیسان نیست اون شکلی که تو تاریخ نگاری ما نوشتن، یه شخصیتی هست که مورد اعتماد دو طرف باید باشه. به خاطر همین وقتی که خواست بره خوزستان رو از انگلیسی ها پس میگیره، طبق قرارداد باید خاک ایران رو ترک میکردن انگلیسی ها. چرا جرأت نکرد انگلیسی ها بیاد جلو؟ از رضاشا ترسیدن؟ نه، میدونستن اگر دخ مداخله نظامی کنن روسا سیل اسلحه رو به طرف ایران میارن. و اتفاقا رضاشا خیلی هم تیزهوش بود. روزی که داشت میرفت خوزستان با کی ملاقات کرد؟ با مستشرفت آگاهانه، بذار خبرش هم بره بیرون به انگلیسی هم برسه، با مستشار نظامی روسا در تهران، شوروی در تهران ملاقات کرد. به انگلیسی ها اختار داده باشه که من سرخود نمیام، از این حمایت برخوردارم. روسا انگلیسی هم تکون نخوردن که بخوان از خزعل. اینا برنامه شون این بود که خوزستان رو مثل کویت کنن، خاندانی کنن، ولی انگلیسی ها نتونستن. پس بنابراین قدرت مطلق نبودن که هرچی دلشون بخواه، از عواملشون دیگه نمیتونستن تو داخل حمایت بکنن. به این دلایل بین المللی هست، به این دلایل منطقی. حالا با توجه به این توضیحات در مورد محمد رضا شاه همینجور باید منصفانه برخورد کنیم، جنبه های منفیش رو بگیم، جنبه های مثبتش هم بگیم، و یه چهره به قول معروف بدذات بدطینت ضد ایران فروش نوکر آمریکا ازش نسازیم. ضعفاش هم بگیم، مشکلاتش هم بگیم، خوبیاش هم بگیم. این واقع بینی تاریخی هست. یه زمان خود من تو نوجوانی نفرت بیکرانی از آقا محمد خان قاجار داشتم، اصلا باور کردنی نبود، یعنی منفورترین چهره تاریخ برای من، به اعتبار که با لطفعلی خان زن این دلاور برجسته ناجوان مردانه رفتار کرد، ناجوان مردانه که قاطرچی های خودش انداخت به جان این دلاور. بعد از دستگیری بهش تجاوز کردن، دست و پاشو بریدن و به اصطلاح در روغن گذاشتن که نمیره، روغن داغ اینا کتوله کردن و اردونش دیران مسخرش میکردن. فقط وقتی که شما اگر ایرانی هستید این اشعار کولی های کرمان رو به اصطلاح در مورد وصف این دلاور زن وقتی که غروب میشه یا در غربت گرفتار میشه چنان با موزیک میخوندن و گریه میکردن تو دل مردم. ولی با این نفرتی که از یه آدم من داشتم وقتی که جلوتر میام تاریخ رو نگاه میکنم میبینم که خب اگر این آقا محمد خان نبود خیلی از جلوتر از اینها مملکت ایران این جغرافیایی که الان هم داره میتونست دستخوش بسیاری از حوادث بشه. و به اصطلاح در مورد تاریخ اصلا قضاوت های اینجوری نمیکنم. یا عادت داریم ما نادرشاه رو مطلقا خوب میدونیم، مطلقا، در صورتی که این آدم در کرمان مالیات جنگی به مردم وست پول نداشتن، فقر و زده مردم بدبخت کرمان، دخترهای اینها رو همین
مثل یه تجاوزگر خارجی با ایرانی ها رفتار کرد. دخترای کرمان رو فروخت به ازبک ها تا از طریق پول حمله به هندوستان پیدا بکنه، یا رفتاری که با مردم دشت میشان و خوزستان کرد، یا رفتار کثیفی که با خانه بختیاری دلاور کرد که اینو در تنگنا قرار داد که هم عقبه ییلاقیش بس هم عقبه گرسویش. سردار شجاعی بود، استراتژی نظامی بود نادر، قبول حتی با فرزند خودش. بله ولی این کاری کرد چون میدونست، یعنی بختیاری ها به شدت لحاظ اخلاقی پایبندن و خان دید که اگر دستگیر بشن خانوادهش ایله بشن، همه رو به دست سربازای ازبک میده و تجاوز از روی کوه یکی یکی خودشون انداختن پایین تو قهر در کشت خودشون رو که دست سربازای نادر به سرباز ملی دیست که. ولی ما چون روی عظمت طلب داریم ایرانی ها، حالا هر کس بیاد انکشاف بده فقط اینو میبینیم، جای دیگه رو نمیبینیم در مورد این مطالب. به همین دلیل امیدوارم که اینم علتش آقای سوربی این است که ما اندیشه نقاد، اندیشه انتقادی مدرن وارد مملکت ما به طور قوی نشد، به خاطر همیشه هم جنبش های ما شکست میخوره. چرا؟ برای که همیشه دوباره مسئله اجتماعی میگردیم، قائم به فردی و به همین دلیل اگه یه فردی خوشنام شد دیگه برش نمی کنیم، اسطوره‌اش رو حفظ میکنیم. در صورتی که بابا توی غرب از جمال الدین اسدآبادی بگیر، همینطوری دوباره مسئله هستیم، مصدق بگیر، فلان بگیر، قرار بود آقای خمینی هم به نام یه مسئله اجتماعی وارد گود بشه، ها همه اینها، ولی همیشه شکست فضاحت بار خوردیم. چرا؟ برای اینکه جنبش در غرب مدرنیته اندیشه محوره، مال ما شخص محوره. خیلی راحت مثلا در غرب از عصر باستان، از یونان بگیر، وقتی که با یک موزن بحران دموکراسی آتنی روبرو میشن و خیلی اونم بعد اوضاع به هم ریخته، آشفتگی است، سقراط و مثلا انسان بزرگ رو جام شکران بهش دادن، به تفکر میفتن. از دل این تفکر درون بحران بزرگترین فیلسوف جهان زاده میشه. به این مسئله پاسخ فلسفی باید بده، مدینه فاضله چیست، نظام بهتر کدام است، فلان چی است، بهمان چی است، شروع میکنه این پرسش ها رو از خودش کردن. و بعد با اساس الگوی کوروش کبیر نگاه بکنید، محور تفکر افلاطون میاد روی این توریزی میکنه شافی بسوف این نظام ایدئالیست، هم ثبات داره، قدرت داره، هم منعطفه. و بعد همین الگو میشه برای امپراتوری روم. بعد همین دیدم کتاب گزنفون رو هر امپراتور درجه یک که اهل فلسفه و علاقه به اندیشه سیاسی هست، کتاب گزنفون در رابطه کوروش‌نامه رو میخونن. و ماکیاول اولین اندیش پرداز به اصطلاح علوم سیاسی در اروپا، در ایتالیا، در کجا زده شد؟ در ایتالیا. در چه وضعیتی؟ بحران، نیروهای خارجی ریختن، سوئیسی ها ریختن، فرانسوی ها ریختن، همه ریختن، اسپان همه ریختن. بعد مملکت بیشیرازه شده، خاندانی شده، هر کدام این اومده فکر کردن برای ایتالیای جوان، برای ایتالیای متحد چیکار کنه. اما اندیشه پردازی میکنه، بعد از دل اون اندیشه های اون گاریبالدی و دیگران میان برای ایتالیای جوان. در همه جای اروپا یا در انگلیس، در انگلیس همینجا و اصلا قرار بود که مثلا اسپانیایی اگر تو اون نبرد دریایی پیروز میشدن، شیرازه انگلیس اصلا به هم میپاشه، اصلا انگلیس نمیشد، انگلیس اسپانیا میشد. یعنی هر کس بر دریاها حاکم بود تا اون لحظه اسپانیایی بودن بر دریاها حاکم. به خاطر همینم بزرگترین انکشافات و دریایی رو قاره جدید و کریستوف کولومب و همه اینا گواده اینها رفتن قاره جدید پیدا کرد، دریا نبردای برجسته، اون شکست سرنوشت این رو تغییر داد. خب ولی از دلی همچون فراس جنگ داخلی، جنگ داخلی ناشی از دو نوع وفاداری بود، یه وفاداری به پاپ روم بود، یه وفاداری به پادشاه. اولین کسی که آمد گفت آقا این دو نوع وفاداری نطفه جنگ داخلی همیشه توشه، یعنی انگلستان همیشه آبستن جنگ داخلی. چرا؟ برای که اگه شاه یه چیزی بگه پاپ خوشش نیاد، فتوا میده، این پیروان پاپ پیروان شاه به جون هم میفتن، جنگ داخلی دیگه همیشه. ما اینو نتونستیم حل کنیم،
از زمان صفویه تا حالا نمی‌بینیم که دو تا کانون قدرتی، یکی روحانیت یکی شاه، نادرستیم علش کنیم. انگلیسی ها هابز آمد اندیشه پردازی کرد، کتاب های معروفش نوشت و بر اساس اندیشه ها حکومت ساخته شد. اول اندیشه حکومت ساخته شد، لیویاتان نوشت. یعنی شاه باید که حرف اول و آخر بزنن و پاپ یا اسقف باید تابع شاه باشه و شاه هست که اسقف تعیین کنه، نه اسقف شاه را تعیین کنه. همین را اجرا کردن، انگلستان انگلستان شد، قوی شد. و بعدم مرحله بعد جان لاک اومد چیکار کرد؟ اون نواقصی رو که حکومت به اصطلاح چی میگن لیویاتانی هابز به وجود میورد ترمیمش کرد تا پایه های دموکراسی انگلیسی رو به وجود آورد. خب اول اندیشه است مارما چی؟ بدون اینکه اندیشه پردازی بکنیم راه میافتیم. هم الان آقای زوربی من فاجعه بزرگ رو تو کشور دارم میبینم، تیراژ کتاب میتونه چند تاست؟ همین امروز خواندم. بله 400 تا میگن. آفرین 400 تا. خوبه مسئله دو شما دنبال میکنید. این فاجعه فرهنگیست برای یه ملت. شما نگاه بکن آقا، برو توی اروپا، اول انقلاب فکری میکنن کوپرنیکانیان. کوپرنیک با اون درک جدیدش از هستی جهان، جهانبینی انسان اروپایی دیگر کن. قبل تا قبل از اون چیه؟ مثلا فکر نمیکنن خورشید به دور زمین فکر میکردم چرا، تا برعکسش در نیجه اصلا جهان بینید یه چون دیگه بود، بطلمیوسی بود. بعد این جهان رو گاه یه طور دیگه باید ببینید. بعدش آدم های بزرگ مثل اساق نیوتن میان، انقلاب فکری، انقلاب علمی، انقلاب سیاسی، انقلاب فرهنگی. شکسپیر میان انقلاب فرهنگی میکنه توی انگلستان. گوته فیلسوف کانت و گوته مکمل همه، اون تو بوده اندیشه تجریدی مثلا مسئله رو حل میکنه. این توی حوزه فرهنگ سازی، یعنی اندیشه های تجریدی کانت توسط گوته تبدیل به ادبیات میشه. و شما قرن 18 نگاه بکنی، قرن 17 قرن 18 همین گلته کتاباش ممنوع بود، پیش فروش میشود. توی اون موقع 300 هزار نسخه امر عادی بود. یعنی انحصار اینجوری، انحصار کتاب دست کلیسا و اشرافیت بود، اینجوری میشکندن مردم یا رسول رو همینطور. پس بنابراین ما متاسفانه چون این کار رو نمی کنیم، نکردیم، اندیشه پرداز نداریم آقا، نداریم. یعنی فیلسوف سیاسی که اول اندیشه پردازی کنه مسئله رو و بعدش عناصر بر حول اون بتونن چیکار بکنن، اندیشه رو به گفتمان تبدیل بکنن، گفتمان رو پیش برن در سطح جامعه. هر کس بپیونده به گفتمان، نه به شخص. شخص میبری رو بزنید چنار. آنچه که دو اروپا شد مدرن هست، این کار باید بکنیم. آقای رئیسی عوض میخوام ازتون، شما اینجوری گفتید که سیاه‌وسفید نبینیم. دوستان شروع کردن شکایت کردن، یکی از اونها یک مسیجی نوشته فرستاده که میگه بپرسید از آقای حشمت رئیسی کدام نهادهای حقوقی را رژیم پهلوی از دوران رضاشاه تا بهمن 57 برای رشد آزادانه مخصوصا طبقه کارگر، برای رشد سیاسی مردم اجازه داده بود ایجاد شوند که ما سیاه نبینیم و رنگهای دیگری را هم ببینیم. دوست عزیز منم یه زمانی کاملا مطلق گرایی میکردم، اما موقع که اتفاقا اولین بار این دوست من اطلاع بشنو بشه سال 50 جزوه امیر پرویز پویان که انسان بسیار آرمانگرا و شریف به دست من رسید، در اونجا نظریه روانشناسانه که در مورد اوضاع مملکت داده بود، اون موقع بر پایه اون مشه مبارزه مسلحانه شکل گرفت دیگه، بر پایه این جزوه نام رد توری بقا، که تصویری که از محیط های کارگری داده بود برای من از همون موقع با همون بضاعت فکری قابل قبول نبود. چرا؟ میگه چنان پلیس سیاسی بر کارخانه ها مسلطه است، اگه خواستی دفعه دیگه جوش باشه دارم اینجا، اما من رو دارم
نه به نر میخونم و نه بهش میکنم، چنان مسلط هست که کارگر اصلا نه توانش داره، نه وقتش داره، نه به اصطلاح جسارتش داره که کتاب بخونه. و اگر کتابم بخونه، کتابای مبتذله. درست همون زمانی که امیر پرویز پویان این حرف رو زده بود که به این نجیه برسه، تو موتور کوچک باید به حرکت در بیاد تا موتور بزرگ که خلق استارت بزنه. موتور کوچک هم سازمان جنبش چریکی هست که باید به رژیم اینقدر آسیب فیزیکی بزنه تا آسیب پذیریش رو به مردم نشون بدیم، اون ترس هم بشکنه و بعد موتور بزرگ ملت توده ها خلق هستن برکت دارن. این درست همون موقع چی حرف رو میزد خود بنده و دوستانم در پالایشگاه، نه تنها در پالایشگاه تهران، در سر تا سر نفت، شبکه گسترده تولید و توزیع کتاب داشتیم که این جنبش روشن فکری آرزوش میکردن. تمام این دانشجوها رو ما تغذیه میکردیم، دانشجوهایی که دنبال کتاب بودن. بعد آموزش داشتیم. مثلا من یادم میاد اصول مقدماتی فلسفه که سمو سال 50 چاپش کردم، آموزش فلسفه ایست که در حزب کمونیست فرانسه برای کارگران فرانسوی این کتاب نوشته شده که با مبانی و اصول اولیه مارکسیسم آشنا بشن. درسته؟ خب این امکانات بود. بعد ما تشکیلات سندیکای سرتاسری داشتیم در سرمت نفت، چه مبارزه هم میکردیم، سواک هم میبردنمون میبردن. خود من بارها با دو بار با دکتر اقبال درگیر شدم، درگیر لفظی، و بعد از موضع بالا با من برخورد کرد. من بهش گفتم آقای اقبال ما در موضع مساوی نیستیم، میرم انشالله یه مرتبه دیگه میام که در موضع مساوی باشیم. بهشون گفت برگرد، چون میدونست که کارگرها بسیار ناراحت میشن از این وضعیت. به همین دلیل امکانات که نبود، من قبول نمی کنم، من اصلا قبول نمی کنم. درست آزادی اعصاب نبود، نم گرفتاری شدیم ما با این. والله این دوستان ما رو ول نمی کنن. ای بابا چه سمج هم هست. خب حالا اگه میشه یا صداشو کم کنید یا خاموشش کنید فعلا. من یادم رفت قبل از برنامه بهتون بگم. آقای رئیسی، شما در رابطه با سازمان به اصطلاح سندیکای کارگران میگید و اینها، من خودم یادمه که در شرکت نفت بود این سندیکاها، ولی بیشتر نماینده هاشون خود اون کارگره رو حالا یا ساواک انتخاب کرده بود یا طرف ساواکی بود. نظرتون در این مورد چیه؟ عزیزم اتفاقا اونایی که سیاست یه مبحث یا چپ هست، یه مبحث بسیار قوی آقای لنین داره که در روسیه تزاری هم همینجوری بود، ولی یک هنر مبارزه این است که چگونه سندیکاهای زرد را به سندیکاهای سرخ تبدیل بکنی، نه که تختش کنی. خب معلومه یه جدال هست بین یران و دستگاه حکومتی که اون میخواد نماینده هاشو در این پالایشگاه تهران. نمونه براتون بزنم، یه انسانی بود در صورت نماینده، یعنی حکومت پشتش بود، بچه آبادان هم بود، آقای لمبی از را انسان خوبی هم بود، دلسوز، منم نمیخوام منفی در موردش بگم، ولی در صورت آدمی بود که مورد تایید دستگاه بود، آدم زحمت کشی هم بود. هیچ نمیخوام منفی صحبت کنم، چون بعد از بازنشستگی حادثه براش افتاد غم انگیز. خب دور دوم انتخابات بود، ما گفتیم که خب این اومد بچه های با نفوذ رو حتی شکوفه نو دفعت کرد، من جمله بنده که به نفع این رای بدیم. ما رفتیم شکوفه نو اولی بار و آخری بار، ولی وقتی اومدیم در صورت برنامه اونو اجرا کرد. ایشون وقتی که صندوق رای رو باز کردن سه تا رای داشت،
تمام افراد به اون کاندید ما رای دادن و از دلش سندیکا سرخ خط لوله مخابرات یکی از رفاقای توده‌ای بود، جای دیگه یکی دیگه، همینجور تمام منطقه تهران تمامش نتونسته بودن. یکی یکی دوستای من بودن و با هم خیلی کارا کردیم. درسته اونایی کار میکردن، ولی فکر میکنه که توی همین جریان انقلاب یک شبکه سر تا سری در سراسر نفت عمل کرد از آسمان آمد آقای خمینی معجزه کرد؟ نه، این همه وجود داشت، در خود ابو سنتان هم وجود داشت، رابطه ها وجود داشت، رابطه ها مخفی باقی مانده بود و در عرض 24 ساعت میتونستی این رو چیکار کنی؟ تبدیل به جلسه رسمی بکنی و این کار کردیم. و اتفاقا انقلاب انجام نشد تا روزی که کارگران شرکت نفت اعتصاب کردن. خب یعنی اینجوری که چیز میکنن نیست. یعنی متاسفانه بیشترین تحلیلگرای ما حتی چپ ها هم چون از جنبش دانشجویی بلند شدن هیچ آشنایی با جنبش کارگری ندارن و فکر میکنن کارگرا همونجا به قول معروف به اصطلاح بسیار توهی و تو خالی منتظر اینا هستن بیارن نجاتشون بدن. همچه چیزی نیست. خب من نمونه براتون بزنم. وقتی انقلاب شد مناظره تلویزیونی شما یادتون هست آقا؟ بله. آقای احسان طبری بود، مصباح یزدی بود، همه آقای سروش بود، از چپا احسان طبری بود، آقای فرخ نگهدار. خب اونجا این آقا از جنبش دانشجویی آمده و مهمترین شخصیت این سازمان هم هست که آوردنش توی بحث فلسفی. آقا نمیدونست جدول مندلیف چی هست، نمیدونست، حتی دانشش به اندازه همون کتاب اصول مقدماتی فلسفه نبود در رابطه با به اصطلاح مسائل فلسفی، فلسفه مارکسیستی نبود. آقای رئیسی عذر میخوام، شما من فکر میکردم توی فاصله به اصطلاح توی مدت نیم ساعت تا 45 دقیقه با شما صحبت میکنم، ولی شما اینقدر خوشبیان هستید و خاطرات زیادی دارید که فکر کنم باید بیشتر به شما وقت بدیم. درباره این انگلستان و آمریکا شما صحبت کردید، بعد الان یه خطری رو که میشه قشنگ حس کرد، جریاناتی که داره انجام میشه توی اون منطقه و ایران یه جورایی داره روبروی روسیه وای میسه و فکر کنم از مصاحبه‌های شما من اینجور برداشت کردم که شما فکر میکنید این آخوندها و ملاها یک بار قبلن به آمریکا کلک زدن، حالا مثل اینکه نوبت روسیه هست، همین روسیه‌ای که تأمین کننده بیشترین سلاح‌ها هست و ضمناً این مسافرت آقای چیه این داوودوغلو، بله داوودوغلو، در این مورد صحبت میکنید؟ ضمناً یادمون نره ما هنوز به دیدار شما و آقای رضا پهلوی نرسیدیم، من میخوام ببینم به قول معروف از طرف ایشون این دعوت شد یا از طرف شما به اصطلاح ندایی به ایشون رسید که من حاضرم بیام مثلا دانسته هامو با شما در میون بذارم. لطف کنید اینا رو یه مقدار کوتاه‌تر بگید، ولی فکر کنم برای هر کدوم از اینا ما باید با شما یک ساعتی 90 دقیقه صحبت داشته باشیم. بفرمایید. یه ضرب المثل آلمانی هست، میگه شیطان در جزئیاته و کلیات نیست، بیشترین مشکلات همیشه از جزئیات شروع میشه. به همین دلیل ما باید از این نگاه کلی نگر مطلق خارج میشیم و به اصطلاح میکروپروسه ها رو دنبال کنیم. از طریق میکروپروسه های هر پدیده، سیاست هم همینجوره، همینجور کنار هم به یک تصویر کلی از طریق پازل ها اون بازی بزرگ میرسیم. و اگر این کار هنرش نداشته باشیم همیشه تو اجزا گرفتار و سرگردان میمونیم. در رابطه با مسئله سوریه، اولا جمهوری اسلامی یک چیز رو اثبات کرده چون نگاه ایدئولوژیک به جهان داره و بعد پیش‌فرض‌هایی برای خودش داره که آقای خمینی این رو بنیان گذاشت که جاری کردن شریعت بر تمام جهان یا در درجه اول جهان اسلام و با این پیش‌داوری حرکت میکنه و البته شکست هم خوردن در جنگ ایران و عراق، با این دیدگاه می رفتن جلو، نظریه ام القرار آوردن، حفظ ام القرار، یعنی ایران مرکز ام القرای جهان اسلامه و نظریه پردازش هم همین آقای لاریجانی، نه اردشیر لاریجانی، اون که به صدا چی میگه مال حقوق بشره. بگذاریم، اینها متحد استراتژیک به هیچ وجه نمیتونن پیدا کنن و
همواره به هر متحدی و هر حامی خنجر میزنن. این تاریخ جمهوری اسلامی رو اثبات کرد. به عنوان مثال در ابتدای انقلاب این ذهنیت توی آمریکایی رو تقویت کردن، از طریق ابراهیم یزدی، از طریق قزاده، از طریق چمران، از طریق اینها و رابطه گاریسیک، و این ذهنیت رو القا کردن با آمریکایی که اگر آقای خمینی بیاد رو قدرت تشریف ببرن قوم و قدرت دست نهضت آزادی و این در دسته میفته. و در نتیجه اینا هم از قبل آدمای شناخته شده هستن، موازشون هم رسالت با آمریکا، آمریکا آگاه بوده بهش که ضد آمریکایی نیستن، همواره با آمریکا بودن. جبهه ملی و نهضت آزادی همواره با آمریکا بودن و به همین دلیل هیچ نوع تنش سختی در روابط ایران و آمریکا به وجود نخواهد آمد، تازه با این امتیاز که اینها به شوروی حالت تعرضی تری به خودشون خواهد گرفت، چون سعی میکرد شاه بالانس ایجاد کنه، هیچ وقت سیاست خصمانه نسبت به شوروی اتخاذ نمیکرد، از امتیازات او هم استفاده میکرد و این بر نمیتابید برای آمریکایی‌ها. در صورت اینها این ذهنیت داشتن که اینجوری پیش میره و بازم این ذهنیت داشتن که ملاک نمیتونه حکومت بکنه. تا مدت های نظریه در بخش بزرگی از تحلیلگرها وجود داشت و آقای خمینی هم نقشش خیلی خوب بازی کرد، القا کرد که اگر بیاره تشریف بره قم و اونجا یه واتیکانی میشه یا شبینه و یک نوع فقاهت نظارتی خواهد داشت، یعنی ناظر خواهد بود از طریق پند و اندرز و نصیحت و اینها این مسیر رو هدایت میکنه، اینها بسیاری مریدانش هم هستن. اما بلافاصله بعد از انقلاب که تمام شرایط رو ارتش رو منتقل کردن به نهضت آزادی، همه زیر پای زیر پای بختیار خالی کردن، قبل از اون زیر پای شاه رو خالی کردن، بعد از اون ساواک رو از زمان مقدم عملا تبدیل شد به ساواک آمریکا، دی ساواک شاه در اختیار شاه نبود زمان مقدم اومد، بلکه ساواک آمریکا بود و تمام اطلاعات رو به مخالفینش به خصوص نهضت آزادی و اینها میداد و ساواک در خدمت اونها قرار گرفت. درجه این پروسه انتقالی رو طی کردم و وقتی دولت موقت به وجود آمد این تصور وجود داشت که قدرت اینجاست، اما بلا فاصله قدرت دگانه خودش رو نشون داد، یه قدرت در قم، یه قدرت در این انقلاب دو سر یا حیولا درست شد. مرکز اون به اصطلاح و این حیولای دو سر چنان حاد شد که اومدن شورای انقلاب رو تلفیقی درست کردن که از دو سر توش باشه، ترکیبی از دوتا تا به اصطلاح این دو شاخگی رو کاهش بدن، ولی عملا نشد. در نتیجه تا اون لحظه که احساس کرد خمینی که ممکنه این نهضت آزادی در الجزایر با برژنسکی زیر پرده قرار دادایی بستن، بلا فاصله بلبای سفارت رو هم داخت به دولت حماکه. حالا منم ببخشید که طور صحبت میکنم بخاطر که وقت کم. پس بنابراین اونجا چنان خنجری به آمریکایی‌ها زد که آسایش نفیدا آمریکایی تو عمل انجام شده و حیران و مات ماندن، انتظار اینجوریشو نداشتن، غافلگیر شدن. بسیاری برنامه ها چیده بودن که جنبش سبز اسلامگرا رو بر علیه شوروی، افغانستان، ایران همه جا بسیج کنند و تحریک کنند و اینا به زد خودش تبدیل شد. این اولین چیز. و همون هم که بزرگترین نقش رو در مدیریت حرکت و در مدیریت اداره جامعه بعد از سردگونه شاه به وجود آوردن خود همین جبهه ملی و نهضت آزادی و اینا بودن دیگه. یا مرتب اونا هم تا آمدن یک سال نشد خنجر رو خوردن. بنی‌صدر یکی دیگه شد خنجر رو خورد. قزاده جانش از دست داد. ابراهیم یزدی به گوشه افتاد و اینجا نشون داد حزب توده ازشون حمایت کرد، بدترین ضربه تاریخ حزب توده رو در جمهوری اسلامی خورد. 90% رهبراش رو قتل عام کردن، در صورتی که زمان شاه اینجوری نبود، یعنی این دسترسی رو پیدا نکرد. بعدش سازمان‌های دیگه که پس از دیگری که هر مرحله حمایت کردن از مجاهدین تا سال 60 حمایت میکردن، بعدش فدایان حداقل اکثریتی هم شد، همه ضربه خوردن. یعنی یک نیروی قابل اعتماد نیست، چون انحصار طلبه، چون در داخل به شدت انحصار طلبه و انحصار طلبیش هم اثبات کرده که قدرت رو میخواد فقط در دست روحانیون متمرکز کنه و به همین دلیل یک رژیم دو سالار به وجود آورده، کروپتیکل سالار هست. و همین دلیل مثلا یکی شده آیت الله لاستیک، یکی آیت الله گیر بوکس، یکی آیت الله لنت ترمز، یکی آیت الله پنسلین، هرکس
یه شعبه از این دزدی و خیانت مملکت آیت الله پورشه، فقط پورشه وارد میکنه به نام چیز، به نام بدبختی حلبی آبادا. وقتی میرن اینا که واردات 300 پورشه یه خانم حلبی آباد میشه. بله نوشته بودن که امتیازش رو گویا یه خانم روستا. بله آقای حشمت رئیسی از شما بسیار ممنونم. من میخواستم حتی درباره اون انتقادی که شما کردی درباره فیلم های دوره شاه صحبت کنم که دوستان هم به اصطلاح مقدار شاکی شده بودن، ولی امروز وقت کم هست. امیدوارم که یه وقت دیگه بتونیم با شما باشیم و اون روز رو 2 ساعت به شما اختصاص بدیم تا بتونیم این به اصطلاح سرتیترایی رو که نوشتیم در موردش صحبت کنیم. ولی اگر امکان داره، چون 3 دقیقه وقت داریم، میشه بگید که دعوت از طرف آقای رضا پهلوی بوده یا شما به ایشون به اصطلاح پیشنهاد کرد؟ قبل از اون به اصطلاح توی پالتاک من اتاق دارم، در صورت با واسطه دوستان طرفدارش آمد تو اتاق من، یک پرسش پاسخ یا یک گفتگوی پالتاکی رو ما داشتیم که نزدیک 2 ساعت طول کشید و تعداد کثیری هم تو اتاقهای گوناگون اومدن و گوش دادن. اینجا آغاز یک نوع دیالوگ مستقیم و بیواسطه بود. قبل از اون من دیالوگ داشتم در حضور جمعهای دارشومایون سازمان داده بود، ولی این گونه نبود. در صورت این رابطه ادامه پیدا کرد تا مسئله بحران دوران احمدی نژاد و بنبستی که رژیم گرفتار شده، و با دعوت دوستان در صورت من رفتم آمریکا و اونجا امکان وجود داشت که چندین ساعت در دفترش باشون صحبت بکنم. تصویر اولیه که ارائه داد، یه انسان سوسیال دموکرات، پایبند عدالت اجتماعی و آزادی و این که مشورت پذیر، و در این حال این قضیه که بسیار دلسوزی نسبت به همه مسائل داره و تو هم به این که هیچ نوع پیشفرض و پیشداوری هم با نیروهای چپ نداره و مستعد است که یک جبهه فراگیر به وجود بیاد. طبیعتاً هم ایشون هم سرمایه هایی داره، سرمایه های معنوی دیگه، نه سرمایه های مالی، که خوب شناخته شده است در سطح کشور، شناخته شده است در سطح جهانی. این ظرفیت رو میتونست از خودش نشون بده که این بازی مادر شرکت بکنه و ما پیش میرفتیم تا اینکه در پاریس در صورت در یه جلسه دیگه بازور افراد گوناگون ما اینو من کردیم که وارد بازی این شورای ملی این شکل نشه. به شدت من کرد که مجهول الهویه هستن این افراد، معلوم نیست، اصلا سابقه سیاسی ندارن، یه سری اسم گمنامن، یه سری نهادهای گمنامن، و بعدم اطلاعاتی که من پیدا کردم تعداد قابل توجهشون خوشنام حتی نیستن و شما امضا کنن روی این چیز نکنید، اعتبار خودتون رو لطمه میزنید، اعتبار مادرتون رو که در صورت اعتباری داره لطمه میزنید. اونجا درگیر شدیم و هم دیگه اختلاف شدید پیدا کردیم و اون 2 نفری هم که کارگزاریشون بودن به شدت آدم های دروغگویی بودن و آمارها و اطلاعات غلط همون در حضور من بهشون میدادن که من با جزئیات واقف بودم، چرا که میدونستم این سایت ها که داره اداره میشه به من میگفتن و میدونستم اطلاعات دروغ دارم میدن. در صورت آخرین دیدار ما بود و ایشون متاسفانه خب صحنه هایی به وجود اومد که قابل گفتن نیست و انتخابشون کرد. من هم همونجا به دوستانم گفتم که انتخابش این 2 نفره، یعنی خانم گلستان و آقای پیرزاده است و علتش هم بعدها معلوم میشه که به اصطلاح چرا اینقدر سرنوشت خودش رو با این 2 فردی که نه دانایی سیاسی دارن، نه تجربه‌ای دارن، نه دانشی دارن، نه شرایط اجتماعی رو میشناسن و نه به اصطلاح مقبولیت داخلی به بین المللی دارن، چرا این سرنوشت خودش با این 2 نفر گره زد به قیمت از دست دادن بسیاری از نیروهای بالفعلش از کار
قدیمی و جدید و جوانهای جدید تا نیروهای بالقوه‌ای که مستعد بودن به این جنبش بپیوندن و این انتخاب خودش بود. طبیعتا با چنین فضایی که مشورت پذیر نیست و یا در گفتار فقط مشورت پذیر، در کردار گرایش به تحقق اون رو نداره، امکان کار کردن سخت و ناممکن میشه. آقای رئیسی عذر میخوام ازتون، آقای دکتر افشارها از کانادا با اسکایپ دارن پیام میدن، میخوان نظر شما رو در مورد چیزی بدونن، ولی مشکل اینه که من وقتی با اسکایپ با یه مهمانی دارم صحبت میکنم نمیتونم سفر رو عوض کنم و باید این دوستان یا از طریق فیسبوک یا از طریق ایمیل. من سوال ایشون و پرسش ایشون رو برای شما میفرستم. درباره موضوعات دیگه‌ای که من اینجا نوشتم باور کنید نصف صفحه هست، سعی میکنم که با شما قرار بذارم و وقت دیگه‌ای رو لطف کنید به من و بینندگان تلویزیون مردم بدید تا صحبت کنیم. همینجا باز به دوستان میگم اگر پرسشی دارن یا اگر نظری دارن درباره این مصاحبه یا صحبت‌های شما، چه در پلتاک چه در تلویزیون‌های دیگه، میتونن با شماره تلفنی که اینجا دیدن پیام بذارن، با ایمیل ارسال کنن. ضمن شما از پلتاک صحبت کردید، هنوز اون اتاق پلتاک رو دارید؟ اگه دارید اسمش چیه تا دوستان بهتون بپیوندن. انجمن سخن آزاد حشمت رئیسی. و در فیسبوک هم کاملا فعالم و تعداد کثیری هم توی اونجا پیوستن به اون فیسبوک من و این شبکه رو گسترش میدن. خود شما هم در تماس هستیم با تو؟ بله، من خودم از طریق فیسبوک با شما تماس میگیرم، خیلی هم سریع پاسخ میدید، از این بابت ممنونم. آقای رئیسی، شما صفحه فیسبوک سه تا دارید، یکی به نام حشمت که با اس اچ نوشته شده، یکی به نام حشمت که تقریبا مثل حکمت نوشته شده، به شاید به دلیل آلمانی اینجوری نشی. کدومش بیشتر و بهتر است؟ چون من یه دونه صفحه رو اینجوری این کارو کردم، یک صفحه باز گذاشتم. آها، بسیار کارو به نظرم خوب، یه ضایعاتی داره. بله بله، من می‌خواستم همینو بگم، ضایعاتم داره. ضایعاتم تمام. بله. ولی از طریق تونستم بسیاری از دوستان افغان، جوانهای بسیار خوب، مدرن، سکولار در تاجیکستان، در میان کردها به شدت نسبت به این فضای که درست شده علاقه مندن. الان هم با تمام قدرت روی ایران بزرگ فرهنگی داریم کار میکنیم و در نتیجه از جنبش کردها با تمام قدرت حمایت میکنیم در مقابل پن عربیست و پن ترکیست که اینا رو بخوان له کنن وسط این بازی. البته این سوالتون هم کاملا به این ربط داشت که متاسفانه وقت نیست این نظر. و بعد از دل اینها یه اتاق برم که دیگه مسئولیت مستقیم با خودمه، یعنی هر مطلبی توش میره با اگر خوب و بد هست دیگه با منه، اینجا خوب و بد رو سپردم به مردم و همین داریم اتاق بازیه و مواد لازم برای تحلیل، فکر، خبر، اطلاعات رو از این در میارم و بعدش توی اون دو اتاق کنترل شده تر از هر دو اتاق، اون که به صورت چیز هست یک اتاقش خیلی کنترل شده تر هست، فقط نظرهای خودم و نقطه نظرهایی که کاملا با من همسو هست رو میذارم. تفکرم هم ایرانگرا هست، ما جنبش ایرانگرایی رو، گفتمان ایرانگرایی رو در مقابل گفتمان اسلامگرایی بهش باور داریم. تنها گفتمانی است که میتونه چیکار بکنه، ظرفیت فراگیری داره در سطح ملی و سعی میکنیم از دل گفتمان مدرنیته، سکولاریسم و بعد عناصر هویتی ایرانی رو هم با اینها پیوند بدیم تا در مقابله با گفتمان اسلامگرا که توری نظری دولت خودشی داره، قانونگذاری خودشی داره، جهانبینی خودشی داره و چیزهای کاملا متفاوت با ما هست رو اونجا، همون بحثی که اول شروع کردم، بحث اندیشه در مقابل اندیشه، نه بحث شخص در مقابل شخص. من دلیلم دنبال
دنبال این نیستم که به من بپیونده کسی یا من به کسی بپیوندم. اتفاقا این سوال من خواهد بود، چرا نه؟ چرا شما وقتی میگید ما اندیشمندان سیاسی یا طراحان و برنامه ریز نداریم، چرا افرادی مثل شما این کار رو شروع نمی کنند و اینجا بهش میگن گراس رود، این جنبش های مردمی رو یا از پایین به بالا رو شروع نکردن و نمی کنن؟ عزیزم من فکر کنم چون تأکید ویژه دارم بر حول اندیشه متحد بشین، من میگم آقای گفتمان ایرانگرایی، اگر وقت بود دفعه های دیگه جزئیاتش میشکافم چی هست این تفکر، بسیار عالی، چیلش چی هست. و تنها بنده هم نیستم، بلکه بسیاری آدم های خوشفکر و خوش قلم روی مسئله کار کردن و میکنن. یعنی ما میراثدار تفکر آخوندزاده ها، کرمانی ها و اینها هستیم از نوبش مشروطیت، نه اینکه مطلقا اونا را چیز بکنیم. صادق هدایت ها، کسروی ها، با تفکر نقاد هم اونا برخورد میکنیم ها. ولی میراثدار این فکر هستیم که ببریم جلو. من هم به سهم خودم میبینید در عرصه گفتار در ترویج این اندیشه، تبلیغ این اندیشه محکم ایستادم و به همه دلیلم اگر کسی میخواد به این جنبش فکری باید بپیونده، نه به من بپیونده یا انتظار داشته این بنده به فلان کس بپیوندم، متوجه هستید؟ در صورت روند کار هر کس تواناتر بتونه مثلا این گفتمان رو پیش ببره، اون برپایه نخبه سالاری میشه دیگه، اون نخبگان فکری این جریان جایگاه مثلا جلوتری یا جایگاه مهمتری رو ممکن اشغال بکنن. اون دیگه یک نوع نخبه سالاری قابل قبول هست، نه اینکه رانت هاری کسی بخواد بکنه، فامیل سالاری، رابطه سالاری فلان. مثلا این دوستو بردایی که الان مثال زدن رابطه سالاریه، بنده برم مثلا برای یک کسی عکس بگیرم تا معروف بشم، هنوز یک سال نگذشته طرف بقول من رو خر پلوش افلاطونه، معذرت بخوام، زیر عنوانهاشو نوشته پلوتولوک. آقا توی یه سال تو این شورا بودی پلوتولوک شدی؟ آقا بابا دیگه حساب کتاب داره آقا دنیا. مملکت وقتی آب سر بالا میره، قورباغه ابو عطا میخونه، ناشی از اینه دیگه. احمدی‌نژاد نمیتونه یک ده رو اداره کنه، یه ده، یعنی اگه به رئیس یه دهش کنن متلاشیش میکنه. اومده تو سال بالا ادعای چیز جهانی داره، ما در اداره جهان باید آخه یه بیماریه، میدونی یه شیفتگی ما حدی داره. خب نگاه به بضاعتت بکن، نگاه به تجربت بکن، خب مردک تو دیوانه هستی. این متاسفانه تو جامعه ما اینا هست. بسیار ممنون که میشونگن سیاست زدگی و چی میگن سیاست بازی و بعد سیاست رو ابزار خودفروشی برای چیزش منافع خودش رو بکنن. یه دو تا شلوغ میگن توی تلویزیون ها، یه تلویزیون ها برای ما این روشنفکر تبدیل میکنه، بی بی سی و امریکا و فلان. هر که از سابق زمان شاه میگفتیم هر که از منش قهر کرده میرفت خواننده میشد، حالا هم هر که از منش قهر میکنه میاد خارج، دو تا مصاحبه با بی بی سی مرتبه نظریه پرداز تحلیلگر چی میشه، مثل خود روشنفکر. یعنی این بدبخت ملتی که بی بی سی براش روشنفکر تبدیل میکنه. بسیار ممنونم از شما، من بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و حتما با شما تماس میگیرم تا باز هم در خدمتتون باشیم. مرسی، خیلی ممنون که دعوتتون قبول کردید. موفق باشید. خدا نگهدار، به امید دیدم. خب دوستان عزیز، با آقای حشمت رئیسی بودیم. شما رو میتونید با فیسبوک ایشون تماس بگیرید. این ویدیو، این مصاحبه تا یکی دو ساعت دیگه روی فیسبوک، روی بالاترین، روی یوتیوب و روی صفحه بایگانی تلویزیون مردم هم میره و هر روز هم پخش میشه تا چهارشنبه. شما هم اگر مایل هستید که از تلویزیون مردم استفاده کنید، میتونید برنامه داشته باشید. بارها گفتم از چپ چپ تا راست راست، از بالای بالا تا پایین پایین، از خدا باوران و حتی بی خدایان. گاهی وقتی میگم نکنه آقای افشارها از ما ناراحت بشن، ولی اینها وجود دارن و هر کسی وجود داره باید صداش رو شنید. آقای رئیسی گفتن که یک صفحه رو گذاشتن و اونجا رو باز کردن، هر کسی هر کاری میخواد انجام بده. من رفتم اونجا رو دیدم و واقعا اون چیزی رو که میگن آزادی هم باید حد و حسابی داشته باشه، فکر میکنم بعد از یه مدتی ایشون بهش برسه که
اینجا داریم ضرب المثل، میگن درسته که آمریکا آزاده، ولی شما نمیتونید یه بلیت سینما بخری بری تو سینما و فریاد بزنی آتش آتش، وقتی همه رو ریختن بیرون و آتش نشانی آمد و آب ریخت و همه چی به هم خورد، بعد شما بگید من داشتم به اصطلاح آزادی خودم رو امتحان میکردم یا آزادی بیان. در هر صورت بله، آزادی بیان هست، باید مواظب این باشید که بعدش هم آیا آزاد هستید یا قانون یقتون رو میگیره. امروز میخواستم از آقای رئیسی سوال کنم درباره این حکم جدیدی که برای بابک زنجانی و دو نفر دیگه اجرا شده و خیلی ها از همه الان میگن این رو، حالا میدونید که ما پیرو تئوری دسیسه هستیم، از همین الان توی ایران شایع شده که حتما این بابک زنجانی رو یه جوری راهیش میکنن خارج، ریشی میذاره، صورتی عوض میکنه و اینها، و یه بیچاره ای رو به دار میآویزند و میگن بله این بابک زنجانی بود، دیگه تموم شد، برید دنبال کارتون. خیلی ها گفتن که چرا این تخم مرغ دزدا رو میگیرن ولی دنبال اون دزدای بزرگ نمیرن. میدونید که بابک زنجانی کارش شروع کرده با رانندگی برای آقای رفسنجانی، بعد به کجا رسیده و چه کار کرده و پول نفت رو اصلا این شده بوده دلال نفت در زمانی تحریم ها بوده و اینها بماند، و خیلی ها باز باور دارن این به دلیل اینکه یابو ورش داشته بوده و هول شده بوده، اونای دیگه که واردترن به این کلک زدن، اینو انداختن جلو و اون پشت اونها شو رو میچرخوندند و چیز میکردن. من امروز ساعت 3 قرار داشتم با یه دوستی که ایشون رو هم بعد از مدتها به اصطلاح دعوت کرده بودم، بالاخره دیروز دعوت ما رو قبول کرد، ولی گفته بود که من 20 و چند ساعت بیخوابی کشیدم و حالا میخوابم، فردا با هم مصاحبه میکنیم. من امیدوارم که ایشون هنوز خواب نباشه، چون بعضی وقتا واقعا اینایی که به خودشون بیخوابی میدن بعد اصلا سیستم بدنشون به هم میریزه و در صورت ایشون خبری ازش نیست. من هرچی هی نوشتم هستی یا نیستی خبری نیست. ضمناً آقای افشارها هم اگر در هنگام برنامه‌های زنده شما سوالی یا صحبتی دارید از طریق ایمیل یا فیسبوک من میتونم بخونم، چون اگر با مهمانی که هستم روی فیس روی اسکایپ عوض کنم بیام نوشته شما رو بخونم، به اصطلاح اون میره تو کامپیوتر و اینها، که به نظر من درست نیست، هم برای مهمون هم برای شمایی که میخواین به اصطلاح تماس بگیرید و صحبت کنید. خب این رو من باید اول برنامه میگفتم که اگر دوستان مایل هستن چجوری تماس بگیرن. گاهی وقتا اینقدر دیگه سر ما شلوغ میشه که یادمون میره، مثلا در رابطه با تلفن آقای رئیسی من باید از ایشون میخواستم که صدای تلفنشون رو اصلا تلفن اینها رو ببندن، چون اینترنت بهتر میشه، قدرت بهتری داره یا گیرندگی و اینها، ولی میگم دست تنها هستیم و کار مشکلی رو داریم انجام میدیم. حالا امیدواریم یه وقتی دوستان حاضر بشن و بیان کمک کنن، که اون هم معمولا توی ایرانی ها کم اتفاق میفته. ما همش دنبال پول جمع کردن و برم اینجا میگن keep up with Joneses، من برم از اون عقب نیفتم، اون 3 تا مرسدس بنز داره، من 2 تا کمه و نمیدونم. در صورت صلاح مملکت خیش خسروان داند، شما این راه رو انتخاب کردید و شما اونجوری زندگی میکنید، هیچ کم حق نداره به شما بگی که چه کنید و چه نکنید. بذارید من ببینم آقای افشارها چی نوشتن. نوشتن آقای سوربی، در اسفند ماه 1357 بنده در امارات عربی ابوظبی بودم، در موضع سخنوری انقلابی آقای دکتر تیموری سفیر محمد رضا پهلوی در امارات مرا به دفترش دعوت میکرد و با من صحبت میکرد. در یکی از جلسات ایشان به دلیلی فهرست اسامی را که به امضای علوی نامی که مسئول سازمان امنیت سفارت بود را به بنده نشان داد. اسم آقای حشمت رئیسی ردیف 5 آن لیست بود. بنده نه آن وقت و نه این وقت هیچ باور و قضاوتی در این مورد نداشته و ندارم. خواهش دارم ایشان نظر خودشان را در مورد این اسامی اطلاع دهند، اعلام فرماید. اگر خب دیگه متاسفانه بله، شما اون چیزی رو که باید اول می نوشتید آخر نوشتید و نمیدونم، اینم همون یکی از اشکالات برنامه زنده است. ولی بذارید من یه وبسایتی رو بهتون بگم که درباره آقای حشمت رئیسی نوشته. حتی توی این وبسایت ایشون رو متهم کرده که آقای رئیسی با
ساواک همکاری کرده و دوستانش رو لو داد. نه ببخشید، نه با ساواک، با رژیم جمهوری اسلامی. البته میدونید نوشته هایی که زیرش اسمی نیست توی این صفحه شما میخونید، اتفاقا اسم صفحه است آزادی بیان، که آمدن نوشتن آزادی خط فاصله b.com، نشریه الکترونیکی سیاسی و خبری، و هیچ چیزی نداره که اینو کی، ولی یه اسم این بالا نوشته فرزین خوشچین. معمولا این اسما هم قلابی هست و نمیدونم. ما هنوز هم منتظر اون دوستمون هستیم که قرار بود ساعت 3 پیداش بشه ولی احتمالا خواب مونده. گفتم بهتون، گفته بود که 20 و چند ساعت بیخوابی کشیده. خب این از این. و اما من خودم خیلی طرفدار گربه ها نیستم، ولی بعضی از دوستان گربه ها رو خیلی دوست دارن و به اونها این عکس های زیبا رو نشون بدیم تا من برنامه رو، میدونید ما وقتی مهمان داریم یه مقداری تنبلم نمیشیم، حقیقتا میریم در رابطه با صحبت هایی که با اون مهمون به اصطلاح مشخص داریم مطالعه میکنیم، سوال ها رو مطرح مینویسیم و اینها. بعد وقتی این دوستمون پیداش نشه ما یه مقداری کم میاریم، نه اینکه تنبلی کرده باشیم گفته باشیم خب اون برنامه رو اجرا میکنه ما اینجا برای خودمون استراحت میکنیم، ولی نوع برنامه عوض میشه. من قرار بود ساعت 3 تا 4 با یه دوستی باشم که سالهای سال نوشته هاشو میخونم و به اصطلاح میبینم این ور ور، و خیلی هم مورد بحث و گفتگو و حرفای ضد و نقیض قرار گرفته و میگیره، ولی میگم متاسفانه ایشون یه مقداری که من از طریق هی دوستان باید تماس میگرفتم، آخر کار براش نوشتم آقا من پیدا کردن رئیس جمهورا و این به اصطلاح وزرای آمریکایی خیلی آسان‌تره تا دسترسی پیدا کردن به شما. گربه ها میدونید راحت طلبن و میگن حقیقتا وقتی شما گربه رو میارید توی خونتون اون رئیس شماست، اون صاحب شماست، و میبینید که الان اینجا هر جای گرمی پیدا کرده خودش رفته نشسته، حتی زیر لامپ، این لامپ کار به اینا میگن که روی میز معمولا میذارن، یا اینجا این هیترهای برقی، بخاریهای برقی، دیگه اینجا 4 تا گربه قشنگ خوابیدن و یکی یکی همدیگه رو میخوان به اصطلاح بزنن کنار، خودشون زودتر برسن اونجا. اینم یک کلیدی هست که معمولا این کلیدهای برقی و اینها یکم حرارت توش ایجاد میشه، این گربه کوچولو رفته اونجا. و این هم دوستی پرنده و گربه که چه زیبا و قشنگ. این هم 4 تا 5 تا گربه اونجایی که یکم آفتاب اومده، به نظر میاد یه رستوران یا یه بالکنی هست و اینا آفتاب رو دوست دارن. این یکی دیگه جای خطرناکی رفته، رفته روی اینجا میگن استوف، یا میگیم چی میگفتیم، اجاق برقی، امیدواریم کسی اشتباهی روشنش نکنه. این هم 2 تا سگ کوچولو. حالا از گربه ها رفتیم داخل ماجرای این سگ ها، و اینها هم اینجا آفتاب میگیرن و استراحت میکنن. گاهی وقتا زندگی این سگ ها و گربه ها به نسبت ما آدم ها خیلی بهتره، هیچ نگرانی ندارن، همیشه صاحبشون نگرانه که کی بیرون ببردشون، کی خوراکشون بده، کی راهشون ببره و الی آخر. این آقا سگ هم که جلو بخاری برقی، باز دوباره این دوتا روی اجاق برقی و این یکی زیر لامپ بغل کامپیوتر، و این یکی هم که از نور طبیعی آفتاب استفاده میکنه، و این هم نور تراپی. میدونید که توی آلمان اتفاقا ما که بودیم میگفتن خیلی ها افسرده میشن به خاطری که نور خورشید کمه، مخصوصا ماها که از میدل ایست میایم، از خاورمیانه میایم اونجا و عادت داریم که هم روزها طولانی و تابستون و اینها، وقتی اونجا میرسیدیم میگفتن این کمی آفتاب و همه هوای ابری و اینا چی میشه. بعد یه چراغایی رو میفروختن که شما میتونستی بخری روزی 1-2 ساعت برای خودت آفتاب مصنوعی درست کنی. این آقا هم که اینجاست و این هم که روی شوفاژ هست، و این یکی هم دوتا دستش رو گذاشته اونجا که نیفته و فعلا گرم بشه. اینها هم که دیگه معلومه. خب و این هم آقای
میمون یا شامپانزه، نمیدونم این میمون و شامپانزه و گوریل و اینها رو ما هیچ وقت یاد نگرفتیم، رشتمون هم طبیعی نبود. تازه اونایی هم که طبیعی هستن فکر کنم چیزی از ما بیشتر نمیدونن یا یادشون نیست. و آقای مجتبی دوست عزیزمون نوشته آقای سوربی چون شما همیشه از خانمها تعریف میکنید من اینها رو براتون میفرستم که این به اصطلاح توسط خانم ها اختراع شده، کشف شده، پیدا شده. ما بعضی وقتا متاسفانه این کشف و نمیدونم اختراع و اینها رو قاطی میکنیم، نمیدونیم. حالا چون فردا روز زن هست، 8 مارس، ما این رو تقدیم میکنیم به خانم هایی که بیننده برنامه ما هستن، ازشون خواهش میکنیم که اگر مایل هستن در قسمت میدیا فعالیت میکنن، مقاله های خودشون، ویدیوهای خودشون، آدیوهای خودشون رو به تلویزیون مردم بفرستن، از تلویزیون مردم استفاده کنن، پخش کنن. این یک. دوم، اگر نمیخوان اونجوری فعال باشن، اقلا از لحاظ حمایت تلویزیون مردم رو حمایت کنن تا ما بتونیم بهتر و بیشتر این کار رو انجام بدیم، اگر این کار مورد پسندتون هست. بله، نوشته که اینایی که اینونت میکنن همون اختراع کردنه، چیزی نیست که کشفش کنن، یه چیزی رو از اول فکرش میکنن میسازن. و این بخاری ماشینه، میدونید که ماشین ها قبلا اینجوری باز بوده و اینها، بعد گویا حتما این خانم ها اون موقع سردشون میشده و یک نوشته که این رو یک خانمی اختراع کرده. We all owe our thanks to Margaret L. Wilcox who invented the car heater in 1893. Margaret also invented the combined clothes and dishwasher. بله، میگه که اون مایه چیز ظرفشویی و لباسشویی رو ایشون مثل این که اختراع کرده بوده. و اینجا Landlord's Game، اینم میگه که this popular board game. اینها میدونید که آمریکایی‌ها مخصوصا خیلی از این بازی‌های بورد روی مقوا و اینها هست که موناپولی فکر کنم معروف ترینش باشه دارن. میگه این رو هم همین موناپولی رو، this popular board game was designed by Elizabeth Maggie in 1904، یعنی 111 سال پیش ایشون این رو درست کرده و هنوز تا هنوز یکی از پرفروش ترین بازی هاست و توی بین بچه ها، بین خانواده ها هنوز این رو بازی میکنن. و اما فایر اسکیپ، این ساختمونایی که میدونید یه دری به طرف بیرون داره که اگر آتش سوزی شد مردم نیان تو آسانسور و تو راهپله‌های داخل گیر بیفتن، میمدن از بیرون. البته این مال موقعی بوده که آپارتمان‌های 100 طبقه و 80 طبقه و اینها توی نیویورک و این ور ور نبوده و حتی خیلی هاشون یه پله‌ای دارن که پله بالا است، وقتی کسی میاد روش را میره این پله میاد با وزن اون پایین که وقتی کسی نیست این میره بالا که دوز نتونه از این وری بره تو خونه طرف. این رو هم میگه که The fire escape was invented by Anna Conley in 1887. اینها کجا بودن و ما کجا. خب و اما life saving life raft، این قایقای بادی یا نمیدونم بهشون میشه بگیم قایق چی بگیم، اینها رو میگه که سال 1882 خانم ماریا بیزلی این رو اختراع کرده یا درست کرده. بله. خب و اما رزیدنشال سولار هیلینگ، این دستگاه بخاری که به وسیله نور آفتاب برای خونه ها، این رو Solar heating for residential housing was invented by Dr. Maria Telkes in 1947. Dr. Telkes was a physiotherapist in addition to being a solar power pioneer. بله، اینم میگه این خانم دکتر این رو اختراع کرده بوده که از سقف خونه ها از نور آفتاب، گرمای همون سولار یا نورش، انرژیش استفاده کنن. و اما the medical سرنج، این آمپول ها، میگه که the medical syringe was، همون چیزی که ما تو ایران میگفتیم سرنج، اینجوری می نویسن، من هیچ وقت نمی نویسم اینجوری می نویسن، could be operated with only one hand was invented by این به اصطلاح آمپولی هست که با یک دست میتونن
تزریق کنن، احتیاج نیست دو تا دستشون بگیرن و بزنن اینا، که خب خودش بعضی وقتا لازم هست. این شکلش هم این بغل ها کشید. اگر کسی اینها رو میخواد ایمیل بزنه به usa.sorby، من براتون میفرستم این رو. 1899 بیش از 100 خورده سال. این خانم هم این رو درست کرده، سرینج هند واز فلان، خانم لتیتیا گیر. و اما مدرن الکتریک رفریجریتور، میگه اینم یک یخچال جدید که البته نوشته که 1914 فلورنس also invented an improved street cleaning machine in addition to the refrigerator. میگه بله، میگه یخچال خونه ایره که من و شما الان استفاده میکنیم، این رو خانم فلورنس پارت این اختراع کرده و درست کرده و اینها. و الا باید مثل قدیما خوراک رو میذاشتیم تو زنبیل، آویزون میکردیم به یه بندی که گربه و اینها نره، یا میذاشتیم یه جایی آب میریختیم دورش که مورچه و اینها داخلش نره. آیس کریم میکر، این هم اون استوانه‌ای که تو باهاش بستنی میسازن و هنوز هم اینجا از این استفاده میکنم. میگه که این هم به وسیله یک خانمی به نام نانسی جانسون، این توی سال 1843 her patented design is still used today. میگه این رو به ثبت رسون و هنوز هم توی این زمان قرن 21 هم استفاده میکنه. خب computer programmer due to her work with Charles Babbage the University of London 1982 the fact her note was بله این نمیدونم چی درست کرده بزنیم. آها آها اوکی، این در رابطه با کامپیوتر و اینها هست که این خانم درست کرده. نکنه اون کاغذهای قدیمیه که برنامه می نوشتن به کامپیوتر می دادن. درصد نمیدانم. کاش که مشتبه اینا رو برای ما ترجمه می کرد، می نوشت که با فارسی بتونیم تو برنامه فارسی زودتر بگیم. تلکامیونیکیشن تکنولوژی، اینم ارتباطات و اینها، که باز خانم دکتر شرلی جکسون. دوستان باورتون میشه شما بیشتر، یعنی من میتونم بگم تقریبا تمام مدارس آمریکا مدیراش دکتر هستن. اون وقت جامعه های عقب افتاده مثل ما هی الکی به این و اون میگیم دکتر مهندس. یکی از این فیلم های ایرانی، یکی از این سریال ها رو نگاه کنید، حالتون به هم میخوره. از بس هی میاد تو کارخونه میگه خانم مهندس، اون به اون میگه آقای دکتر. و واقعا به امید روزی که همونجوری که رضا شاه دستور داد اسم حاج آقا و نمیدونم میرزا و شازده و اینها رو از جلو و از پشت اسمها بردارن، از پیشوند و پستوند، البته هیچ وقت نشد و خودش و خانوادش بدترین استفاده و سوء استفاده کردن، امیدواریم یک کسی پیدا بشه یه جوری به این جامعه ما بگه بابا دکتری برای خودت، دیپلمی برای خودت، لیسانسی برای خودت، بیا یه کمی آدم شو، که مردم یا سوربی تو برنامهش نگه که دکتر شدن چه آسون، آدم شدن چه مشکل. و اما این خانم هم گویا دیشواشر یا همون ظرفشویی رو درست کرده، خانم جوزفین کاترین این 1887. این سی اچ هم یه جایی صدای شه میده، مثل شانتلی، مثل شاندلیر، مثل که یه جایی صدای چه میده، یه جایی صدای که میده. بابا تکلیف ما رو معلوم کن سی اچ. خب و اما وایرلس ترانسمیشن تکنولوژی، این رو هم این خانم زیبا درست کرده که ما الان این روزا همه چی رو داریم ازش استفاده میکنیم. و ایشون میگه که هدی لامار ورلد فیمس فیلم استار، این هنرپیشه هم بوده، invented a secret communication system during World War II، در جنگ جهانی دوم این رو اختراع کرده. تورپیدو، این چیزای زیردریایی که میرفت میزد به چیزا، اگه اشتباه نکنم این چیزاست که میرن میزد به چیزا، این موشکای یا اسمشون درست نمیدونم، زیر آب میرفتن و میزدن به زیردریایی و اینها. میگه که این به وسیله وای فای و جی پی اس و اینها که امروز چیز هست، اون موقع تو جنگ جهانی دوم گویا اینها رو هدایت میکردن. عجب. کلوز سیکرت تلویزیون سکیوریتی، اون تلویزیون های مدار بسته که برای سکیوریتی و اینها استفاده میکردن، این رو این خانم ماری وان بریتن براون اینونت، ماشاءالله چهار تا اسم فامیل داره، اینونتد سی سی تی وی کلوز کپشن فکر کنم بهش میگن. در هر صورت همه اینها جامعه و
امروز اصلا مدیونشون هستن. بعضی از این اختراعات زندگی رو خوب و راحت کرده، بعضیاش باعث دردسرمون شده. در صورت The Modern Paper Bag، این پاکت های کاغذی رو که تو فروشگاه ها و اینها چی میخرید میذارن داخلش، این خانم مارگارت نایت invented a machine that makes square polymer paper bag in 1871. دوباره همون، اونا کجا ما کجا. سنترال هیدینگ یا دستگاه حرارت مرکزی که به الان دیگه اینجا بهش تهویه مرکزی میگن، چون هم برای گرما استفاده میشه هم برای سرما. اون موقع سال 1990 تقریبا 100 سال پیش، 96 سال پیش، این خانم آلیس پارکرز این رو درست کرده یا اختراع کرده. کولار نوشته This life-saving material that is 5 times stronger than steel and بله، اینم این جلیقه‌های فکر کنم ضد گلوله است دیگه. Life-saving material was invented by استفانی کوالک، اینا حتما شرقی هستن، و میگه که از آهن و اینها هم از استیل هم محکمتر و به اصطلاح مقاومتر هست. و اما کامپیوتر سافتویر، این آقایونی که پوز میدن به قیافه این خانم، دکتر گریس موری هاپر was a computer scientist that invented COBOL, COBOL, which is the first user-friendly business computer software system in 1940s. خب این آقای الگورو، نمیدونم بیل گیت و اینا چی میگن، البته اونا هم اومدن چیزای دیگه ای رو اختراع کردن و درست کردن که امروز من و شما بدون کامپیوتر نمیتونیم حتی از خونه بریم بیرون. اگر یکیمون این تلفن دی کامپیوتره بدون تلفن بریم بیرون، فوری نگران برمیگردیم چی شده، تلفنم یادم رفت. خب روز جهانی زن رو یه بار دیگه بهتون تبریک میگم. آقای جهانگیر برای ما ایمیل میفرستن و نوشتن مرثیه‌ای بر 8 مارچ روز جهانی زن. مرثیه تا اونجایی که من میدونم برای چیزای بد میگفتن، نه مثل عزاداری و اینها میمونه. در اصل نمیدونم آیا میتوان به این دل خوش کرد که مبارزه برای ورود زنان به بازار کار مدیران مدبری از دل زنان از خود بیرون داده است و به خوش خدمتی به سرمایه دار به سرمایه بدل شده است. این که خیلی علامت سواله، آیا میتوان به این دل خوش کرد؟ نمیدونم، اینو کاش که خودشون یه مقاله بنویسن پاسخ بدن. و شما هم اگه مقاله‌ای دارید، ویدیویی دارید، بفرستید. و اما بارها من به این دوستانی که هم حتی توی روی وبسایت خود آقای، روی فیسبوک آقای حشمت رئیسی هم میان فوش میدن، عکس قرآن رو میکشن، قرآن رو آتیش میزنن، روش ادرار میکنن اینها، میگم آقا خانم شما این کارها رو نمیخواد بکنید، شما بشینید در خلوت خودتون از خودتون سوال کنید. 1400 سال پیش به قول خود شما، که من باور ندارم حضرت محمد بی سواد بوده، حالا ما میگیم شما درست میگید، یه آدم بی سواد پاپتی یتیم پادوک قافله و نمیدونم این چیزا بوده، چجوری نصف دنیا، شاید نصف بیشتر رو رفته گرفته و چجوری تونسته این همه به اصطلاح با برنامه، حتی اگه این برنامهش بوده که بریم بجنگیم غنایم رو به شما میدیم، نشون میده یک مغز بیزینسی داشته. بعد در این باره من میام درباره نماز صحبت میکنم، میگم آقا خانم اگه نمازم نمیخونی نخون. اولش هم خود من بلنشیم همین که این میگه روزی 5 مرتبه، حالا از تنبلی کردنش روزی 3 بار، ولی بالاخره همین که مادر بزرگ بنده، مادر بنده، هر کسی که شما میشناسید توی سن 80 سالگی 90 سالگی بلند میشدن، اون موقع صبح رخت خواب گرم و ول میکردن، میرفتن با آب سرد دست و روشون رو میشستن، میمدن، حالا صبح بود خدا تخفیفشون داده بود، دوبار دو رکعت میخوندن ولی چند بار بالا پایین و دلا و راست میشدن، ظهر همونجوری 8 تا، شبم 7 تا، 2 و 8 تا و 7 تا 17 تا. حالا من و شما اگر بیان روزی اینقدر وقت بذاریم فقط همین دلا و راست بشیم، سرمون، گردنمون، دستمون اینجوری 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 کنیم، اون وقت دیگه این همه قرص نمیخوایم بخوریم. صبح بلند میشیم اینقدر قرص، شب میخوایم بخوابیم اینقدر قرص، وسط روزم قرصای دیگه که با اون یکی چیز نشه. در صورت توی این
ممنونم. این رو علی شیرازی فرستاده، اجازه بدید من وبسایت نشون بدم. نوشته که 22 تا amazing health benefit. amazing یعنی خیلی جالب و جانانه. بذارید من براتون خوب من بشم مترجم فارسی به انگلیسی. amazing میشه جانانه. اوکی بذارید ببینم اینه. بله بله اینجا ببینید، این بالا هم عکس یه خانمی رو کشیده که نشسته، حالا یا یوگا یا اونم یه دین و مذهبی دیگه یا یه روشی. خود کلمه مذهب که ما فوری وصلش میکنیم به دین و ایمان و اینها، مذهب راه و روش زندگی رو میگن مذهب. یعنی شما اگه کاراتو کاری، مذهبت مثلا کاراتو هست، فکر میکنم، اما مطمئن نیست. در هر صورت اینجا توضیح میده که 22 تا خاصیتی که نماز داره. حالا همون که معمولا اینها باید پاک باشن، تمیز باشن، همون نجس و طاهری که میکنن، خیلی این مسائل پزشکی و جرم و ویروس و اینها رو پاک میکرده. بعد اومده اینجا نماز و یوگا از قسمت 17مش شروع میکنه که این نماز یه حالتی از یوگا داره. اونایی که میرید پول میدید باشگاه و یوگا و اینها، تو خونتون میتونید این کار رو انجام بدید. و همین اینجا نوشته که رکوع این کار رو میکنه، سجده این کار رو میکنه و الی آخر دیگه. حالا پایین ترش عکسایی که هست در این رابطه نیست. ممنونم از آقای علی شیرازی و ایشون هم لطف میکنه ویدیوها و عکس ها و نوشته هایی رو میفرسته که من خیلی از اونها رو در برنامه استفاده میکنم. یه دوستی ما داریم، آقای همشهریمون هم هست، هم استانیه، ایشون اهل زرغونه، ما اهل شیراز. آقای حسن خواجه عبداللهی، مهندس حسن خواجه عبداللهی، اولا دو سه تا ویدیوی جوندار و خوب درست کرد، ولی متاسفانه اینم یابو ورش داشت، فکر کرد الان شد لیدر و رهبر و الان دیگه مردم هر کاری این بگه میکنن. بعد مونده توش که آقا تو اگر میخوای یه چیزی رو بگی خرافاته، همینجور که آقای حشمت رئیسی هم میگه، نمیتونی یه چیزی رو از این و چون پادشاهیه بگی این خوبه، خرافات هم اگه هست اب نداره، ولی یه چیزی رو هی بیاری، نمیدونم پرچم چی میگن، پیراهن عثمان کنی یا پیراهن یوسف میگن، نمیدونم چی میگن، چرا عثمان میگم یوسف میگن. در هر صورت براش نوشتم آقا تو هم مثل آخوندا فقط میای یا ویدیو حرف میزنی میری، یا یه چیزی مینویسی میذاری جواب نمیگی، چه فرقی میکنی شما با آخوند؟ و دیدید که آقای رئیسی هم میگه آقا من فکر کردم این آقا با اون تعریفایی که کردن، آقای این رضا پهلوی اینجوری سوسیال دموکراته، نمیدونم بینش جدیدی داره. بعد که رفتیم دیدیم نه بابا، اینم میخواد ادا در بیاره. و وقتی شما ادا در میاری دیگه از هنرپیشهای سینما که قوی تر نیستی. شما 20 دلار، 10 دلار، 13 دلار، 2 دلار، 3 دلار میدی، میری فیلم میبینی، این هنرپیشه 2 ساعت برای شما نمایش میده، ادا در میاره. وقتی میای بیرون دیگه شما میدونی که آقا این مارلون براندو مارلون براندوه، ولی این هنرپیشه نبود، یا این آقای نمیدونم اسپارتاکوس آقای مایکل داگلاس بود، کی بود یادم رفته تمام اسمش نبود. خب اون روز خوندم که 6 میلیون نفر در چین بیکار میشن. حالا نوشته که چین 300 هزار نفر را به اتهام فساد مجازات کرده است. خیلی جالبه این کشورهایی که اینجوری، مثلا همین ایران که الان بابک زنجانی رو میخواد بگیره و اعدام کنه، گرفتتش میخواد اعدام کنه، معمولا اون بزرگ بزرگا وقتی میرسه بهشون یکی پیدا میکنه میگه خیلی کشش ندید. مثلا توی همین برنامه آقای توی اون دوزی کی بود آقای، حالا اسما رو نگیم که یه وقت اشتباه باشه، بلند شد رفت کانادا و کانادایی که اینقدر به اصطلاح دنبال آزادی خواهی و اینها هست، پولای
این ملت بدبخت رو برداشته توی بانک‌های اونجا داره استفاده میکنه. این خبر رو بی بی سی فارسی نوشته، چین 300 هزار نفر را به اتهام فساد مجازات کرده است. حزب کمونیست حاکم در چین میگوید سال 2015 نزدیک به 300 هزار مقام حکومتی را به دلیل دست داشتن در فساد مجازات کرده است. خب بابا یک چی میگه همتون رو بریزید تو دریا، یه سری دیگه بیارید، 300 هزار تا تازه مقامای حکومتی. اینم از برخی از این افراد به آنچه مجازات سبک خوانده شده محکوم شدند و بعضی دیگر از کار برکنار شدند. دوستان توی همین آمریکا فکر کنم بهش میگن وایت کالر، یعنی میدونید بلو کالر یعنی کارگرا، وایت کالر یعنی اینایی که تو آفیس کار میکنن. برید ببینید حتی برای اینها زندانهای مخصوصی دارن، یعنی همین جام هست. ولی خب وقتی به نسبت حساب میکنی، به نسبت 300 میلیون نفر، 300 چند میلیون نفر حساب میکنی، کمتره. خب did not you send me this hi overall I'm thinking of using your book in my program let me know yeah okay بله 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 این دوستانم yes it was me بله خیلی ممنون. دوستان از بس این روزا آدمای متقلب زیاد شده که یکی به جای یکی دیگه زنگ میزنه، یکی به جای یکی دیگه فیسبوک درست میکنه، تماس میگیره. اتفاق این کار خوبی کرده خانم سیمین حبیبیان. من کتاب ایشون رو سالها پیش بهتون میگم چه سالی خدایا نمیدونم نوشتن اینجا یا نه، خانم حبیبیان شما تلفنشون رو نوشتم ولی یادم نیست کی این کتاب رو داشتم. و حتی هادی خورسندی پیشگفتاری نوشته و من اینو تو برنامه‌های قدیمی استفاده می‌کردم. اون روز گفتم این فکر خوبیه دوباره هزار و یک مسئله فارسی به انگلیسی رو بیاریم و حالا یا به ترتیب یا همینجوری مثل فال حافظ که می‌گیرن در رابطه با این خرافات و اینها. مثلا چهارشنبه سوری درست عین این ماجرای هالووین اینهاست دیگه. حالا یه سری هم از این دیگه عقب افتاده تر و بدبختریم ما، مثلا بریم فالگوش وایسیم. آخه شما به من بگو به قول آقای مینوی این روزا کسی راه میره تو کوچه ها که شما بری فالگوش وایسی؟ اگر کسی راه میره آیا با کسی دیگه ای حرف میزنه تا شما گوشت رو بگیری ببینی اون چی میگه، از گفته های اون بری برای زندگی آیندت فال بگیری؟ اینقدر بحث دارم که نمیدونم بهتون از کجا بگم. خانم نانسی ریگان دیروز فوت شد، 94 سال. بالاخره یادش به خیر و گرامی باد، حالا اگر اهل خدا هم از خدا بیامرزه. این خانم میدونید که اینایی که طرفدار ریگان هستن خیلی از ایرانی هم کشته و هلاک ریگانن چون سواد ندارن، نرفتن بخونن ببینن ریگان چه خیانتی به ایرانی ها کرده با اون معامله هایی که با این آخوندا کرده. باز آقای حشمت رئیسی قشنگ توضیح داد، اگه دقت کنید میگه این آخوندها یه بار گول آمریکا زدن، الان دارن حتی گول روسیه میزنن. اون وقت عقب افتادهای کمپوزیسیون ما اینجا میان یه عکسی رو که دوتا دختر جوون رفتن رأی دادن اینو روش فحاشی میکنن، این دوتا دختر جوونم باعث میشن که بگن چی، بگن بابا این یه مش پیروپاتل عقب افتادهی توی آمریکا و این ورور نشستن هیچ خبری از ایران ندارن. در صورت بله من خودم هستم خانم حبیبیان، درست میگم خانم، بله اسمم سیمین حبیبیان است، سیمین کی حبیبیان. اینجا این کتاب این ورش، اگه دوستای آمریکایی دارید نمیدونم این کتاب هنوز هست یا نه، 1001 Persian English Proverbs برای همون ضرب المثل و اولد سینگی که اینها میگن میتونید بهشون هدیه بدید. حالا اگه ایشون وقت داشته باشه با ایشون صحبت میکنیم، اگر نه که خودمون یک زمانی این چیزها رو میخونیم و با شما در میون میذاریم. امروز یه فیلم قشنگی دارم 13-14 دقیقه، مخصوصا چون الان ایام عید داریم نزدیک میشیم و اینها، این رو به اصطلاح براتون میذارم. بعد ضمناً ما دوشنبه ها ساعت 4 بعد از ظهر آقای حسن اجلالی کارشناس ارشدی رو داشتیم، با وجودی 60 سال توی آمریکا هست هنوز میگه جمهوری اسلامی
جمهوری مردمی هست، مستقل هست، و میگه هر حکومتی رو که توی ایران انتخاب میکنن این رو من، یعنی آقای اجلالی میگه، حمایت میکنه برای که این نماینده مردمه. دوشنبه ها 4 بعد از ظهر الان دیگه برنامهشون نیست و میشه 4 شنبه ها 4 بعد از ظهر. به همین خاطر این فیلمو که دیدیم بعدش هم بریم و به اصطلاح برنامه های دیگر رو ببینیم، آقای شبستری، آقای مینویی و آقای ارشاد. 6-7 برنامه داریم. یه دوستی هم قرار شده با تلویزیون مردم همکاری کنه که اگر ایشون هم بیاد راز سلامتی رو به من و شما میگه، چون راز دیگه اگه ما میدونستیم که انجام میدادیم، و اگه میدونستیم دیگه راز نبود. راه زندگی کردن، بهتر زندگی کردن، وزن خودتون رو نگه داشتن و الی آخر. و اما بله، آقای اجلالی چهارشنبه 4 بعد از ظهر به وقت نیویورک. و ببینم براتون چی گذاشتم. چینا رو خوندیم. آهان، یک ایمیلی یه دوستی برای من فرستاده درباره شیرازی ها. ممنونم ازشون. نوشته سلام تقدیم به شیرازی های عزیز، بخوانید و بدانید و شاد باشید. شیرازی ها از قدیم تا حالا چقدر در روح و فکر و گفتارشون زیبایی و لطافت وجود داشته و داره. اول اینکه شیرازی ها بانوانشون رو با پسوند یا پیشوند گل خطاب میکنن، گلدوسی، گلبهار، گلنسا، گلباجی. دوم اینکه شیرازی ها به هر چیز خوب میگن سرگل. شیرازی ها حتی بیماری ها را هم با گل مینامن، گل مژه، یا اینکه جگرش گل زده. چهارم، شیرازی ها روی میوه های خوب گل میگذاشتن و میگفتن گل سرسبد، و به کسانی هم که خاص و خوب بودن میگفتن گل سرسبد فامیل. شیرازی ها برای شمردن کتلت و شامی هم از معیار گل استفاده میکردن، به معنی به این صورت گل شامی، گل کوکو. ششم، شیرازی ها حتی برای ناراحت شدن از کسی هم واژه گل به کار میبرن، گلی به گوشه جماله. هفتم، شیرازی ها به پسرانشون هم میگن گل پسر. هشتم، شیرازی ها به هر چیز که انتخاب میکردن میگفتن گلچین کردیم، و فرهنگ های دیگه میگفتن دستچین. نهم، شیرازی ها به هدیه دادن و هدیه گرفتن میگن گل دادن، مثلا گل عروسی به جای هدیه عروسی. درست میگن ایشون. بله. دهم، شیرازی ها به میوهی که لک میزنه و کمی خراب میشه میگن گل زده. خب این که بله. شیرازی ها به کسی که صورتش از گرما یا تب سرخ شده میگن صورتش گل انداخته. دوازدهم، شیرازی ها وقتی میخوان بگن کسی خیلی خوبه میگن فلانی خیلی گله. اصطلاح عروس رفت گل بچینه در هنگام عقد از فرهنگ شیراز است و از آنجا شروع شده. شیرازی ها وقتی کسی حرف زیبا و به موقعی به زبون میآوره به اون میگن گل گفتی. البته شما دوست عزیز و محترم که محترم هم که این مطالب رو خوندی گل هستی. شیرازی ها فعال نیستند. شیرازی ها فعال نیستند. سوالی کرده فعال نیستیم. داریوش، اردشیر، انوشیروان، حافظ، سعدی، ملا صدرا، قاآنی، وصال، شوریده، دکتر نمازی، دکتر خدادوست و هر کدوم که یه شاهکارن و تو دنیا میدرخشن شیرازی هستن. ما تنبل هستیم. کلم پلو سالاد شیرازی رو با اون زحمت و ظرافت درست میکنیم. تنبل هستیم. پالوده شیرازی رو که همه به عنوان خوشمزه ترین دسر ایرانی میشناسن ما درست میکنیم، و جز شیرازی ها هم کسی نمیتونه خوب درست کنه. مقدار کاری هم که برای درست کردنش لازمه با یه مقایسه کوچولو با پالوده شهرهای دیگه مشخص میشه. ما تنبل هستیم. بهترین خاتم ایران رو میسازیم که از صنایع دستی سخت و پرزحمته. ما تنبل هستیم. باقی ارم، دلگشا و جاننما رو ساختیم. ما تنبل بودیم و فست فود نمک رو ساختیم. گویا یک ساختمونی هست توی شیراز به نام نمک، من ندیدم متاسفانه، ولی عکساشو برام فرستادن. ما تنبل بودیم و قطب اولیه پزشکی ایرانیم. شیرازی ها حریص نیستن.
به حقشون قانعن، میدونن باید از زندگی استفاده کنن، به اندازه کار میکنن، بقیه وقتشون رو میذارن واسه زندگی، تظاهر به تلاش نمیکنن. جالب اینجاست که از اونایی که خیلی ادعای زرنگی و پرکاری میکنن، اگر جلوتر نباشن شیرازی ها عقبتر هم نیستن. ما شیرازی ها معروف به اینیم که همیشه خوابیم، خواب هستیم و خواب بودیم و اینها رو داشتیم و داریم. وای به روزی که ما از خواب بیدار بشیم. به روی برگ زر باید نوشت که بهشت است شیراز. ممنون دیگه. خب کس نگوید که ماس من ترش است ها. بله اینم از این. و اما نیاک، اون خانم مینا از سوئد که به من گفتن شما چرا از نیاک طرفداری میکنی، دوست عزیزم بیا، به خاطر این کار، اینها برای سال نو که الان میدونید همه دارن برنامه میذارن و بیان فلان جا و نمیدونم با چلو کباب انقدر، بدون چلو کباب انقدر، اینها میگن یک روز توی نوروز بیاین الان که هوا خوب میشه بیاین بریم بیرون پارک و دشت و این ور اون ور و تمیز کنیم. این رو هم از همون گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک درست کردن و میگه بریم مارچ 12، میگه که بریم تمیز کنیم و بله خانم مهسا پایسته، این رو هم من سعی میکنم با یکی از این دوستان صحبت کنم، اگر ویدیویی در این رابطه دارن اون ویدیو رو پخش کنم. من برای این هست خانم مینا از سوئد. حالا شما اگه سازمان بهتری رو میشناسی شما برو با اونها هم کاری کن. من اولین گوینده تلویزیون ایرانی هستم که با آقای پارسا، تریتا پارسا مصاحبه کردم. یه جوونی بود اون موقع، دیدم اینها بلدن، اینها رفتن درس سیاست رو خوندن، از راه سیاست دارن سیاسی میشن. دیدید آقای حشمت رئیسی داد میزنه میگه هر ننه قمری آمد رفت دو تا مصاحبه کرد، زیرش می‌نویسن تحلیلگر، زیرش می‌نویسن نمیدونم فلان. و نداری یک کسی رو ما نداریم که یه نقشه سیاسی، بابا سیاست هم میشه نقشه‌شو کشید، پلن براش کشید که این کارو میکنه این کارو میکنه. خب آقای صبری حسنپور از تلویزیون رهایی از من دعوت کرده که یک پیام 3 دقیقه‌ای برای دوستان ایرانی در سر تا سر جهان بفرستن. اولا امیدوارم که این پیام‌ها دیده بشه، شنیده بشه و از ایشون هم تشکر میکنم. اگه اجازه بدید ما 1-2 دقیقه یه پیامی رو برای ایشون بفرستیم که این برای همه باشه. حالا عینک اونم برداریم که خوشتیپ‌تر بشیم، بعد بگیم شیرازی ها عینک میزنن، ما اصلا بدون عینک تا آخر سال میبینیم، تا آخر عمر میبینیم. خب دوستان عزیز بیننده و شنونده از تلویزیون رهایی یا تلویزیون مردم در سر تا سر جهان، فرارسیدن بهار و سال نو 1395 رو به همه شما تبریک میگم. امیدوارم سالی بهتر در پیش داشته باشیم و نمیدونم ما به این، من خیلی به این که من ایرانیم شیرازیم اینها خیلی پیله نمی کنم. سعی می کنم که اگه بتونم انسان بهتری باشم در سال آینده. این که میگن 100 سال به از این سالها، یا ما آرزون این باشه که سال آینده انسان بهتری باشیم. اگرم میخواین بفهمید که شیرازی بودن، تهرانی بودن، آبادانی بودن مهم نیست، ایرانی بودن مهم نیست، مخصوصا شمایی که در خارج هستید امتحان کنید. یه بچه‌ای توی خیابون اگه میفته زمین، شما با سرعت میری اینو دستشو میگیری بلندش میکنی، ازش نمیپرسی که شما ایرانی هستی؟ بله. گفت بله. تازه خواستی بلندش کنی ازش پرسی شیرازی هستی؟ اگه گفت نه، ولش میکنی رو زمین. پس اونجا انسانیت شما هست که عمل میکنه. باز هم سال نو رو بهتون تبریک میگم. از آقای صبری حسنپورم ممنون و متشکرم و امیدوارم که سال بهتری باشه برای همه ما. دوستانی که در تلویزیون مردم برنامه دارن میتونن با ایشون تماس بگیرن، برنامه هاشون اونجا پخش بشه. دوستانی که توی تلویزیون رهایی برنامه دارن میتونن با ما تماس بگیرن، برنامه هاشون اینجا پخش بشه. ما باید یه روزی برسی به یه جایی که یاد بگیریم با همدیگه کار کنیم، چون اصلا ضرب المثل داریم، این انگشت رو میشه خم کنی، اینو میشه خم کنی، ولی وقتی این 5 تا با هم شد نمیشه. داستان اون
پدری که بچه هاشو جمع میکنه، یکی یکی شاخه های درختی رو بهشون میده و اینا میشکنن، ولی این شاخه ها رو وقتی بغل هم میذارن دیگه هیچ کدوم نمیتونن بشکنن و بهشون وصیت میکنه که با هم باشی. پس با هم باشیم، با هم شاد باشیم، با هم بخندیم تا با هم موفق باشیم. اینجا میگن با هم بخندیم نه به هم. در صورت باز هم ممنون و متشکر و سال خوبی رو براتون آرزو میکنم. خب اجازه بدید من هم همینجا دیگه ازتون خداحافظی کنم، به امید دیدارتون چهارشنبه 2 بعد از ظهر و چهارشنبه 4 بعد از ظهر هم با آقای اجلالی هستیم، چهارشنبه 6:30 بعد از ظهر هم با آقای پرویز مینویی. از اینکه با ما بودید بسیار ممنون و متشکرم. تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید، فیسبوک ما رو لینکش رو شیر کنید به دیگران معرفی کنید، و اگر شما در تلویزیون‌های دیگه، نشریات دیگه، رادیوهای دیگه برنامه دارید میتونید اینجا هم برنامه داشته باشید. یه دوستی دیروز تماس گرفت گفت آقا شنیدم ساعتی $10 میتونیم برنامه داشته باشیم. گفتم والا ما از سال 2006 تا حالا یعنی 11 سال نرخمون رو اضافه نکردیم. در صورتی که یادمه چلو کبابایی که $5 $6 بود الان 13-14 دلار. بعد حالا شما باز با این $20 ما میخوای چونه بزنی؟ باش ساعت $10 برای شما پخش کنیم. گفت خب نه من برنامه زنده میخوام. گفتم آخه قربونت برم، شما از خودت نمیپرسی اگه یه کارگر اسپانیشی رو بخوای بری سوار کنی با ماشینت بیاری، از همون جایی که سوارش کنی ساعتی $15 باید بهش بدی. شما چگونه به خودت اجازه میدی که به من بگی ساعت $10 من به شما میدم بیا بشین برنامه رو ردیف کن، درست کن، کت شلوار بپوش، شیک فلان، مصاحبه کن، روی آرشیو بذار، روی فیسبوک بذار. نکنید. این بی‌انصافی رو کنار بذارید، این مفتخوری رو کنار بذارید. داره قبل از سال نو میرسه، میگن معروفه دیگه خانه تکانی میکنیم اینا، بیایم یه کمی مغزامون رو تکون بدیم، اون وقت دیگه راحتی هر کاری خواستی بکنی میگن طرف مغزش تکون خورد. چی بگم بهت؟ مفتخوری رو کنار بذارید، دروغگویی رو کنار بذاریم، کارمون ردیف میشه. خانم نیر به من نشون داد آقای سوربی شما اگه کسی به شما دروغ نگه ناراحت میشی. من فکر کنم شما نقطه ب و ن رو اشتباه گذاشتید. من اگه کسی دروغ میگه ناراحت میشم و سعی میکنم دروغم نگم. دلیل اصلیش هم اینه که خیلی تنبلم، حوصله ندارم به شما دروغ بگم بعد یادم باشه به شما چی گفتم، به او چی گفتم، به اون چی گفتم. این قاضی جادجودی حرف خوبی میزنه، میگه شما اگر دروغ نگی اولا موقع صحبت کردن نمیخواد نگاه آسمون و زمین و این بر اون ور کنی، قشنگ تو صورت طرف با افتخار چی میکنی، بعدم چون دروغ نمیگی اون تعریف حقیقتت هست از واقعیتی که اتفاق افتاده، اون رو 100 بارم ازت بپرسن درست مثل هم میگی. پس بیاین از امروز تصمیم بگیریم حقیقت رو بگیم. اگرم وضع مالیتون بهتون اجازه میده قبل از آخر سال چی میگن؟ نمیخوام بگیم ایدی، حمایت کنید تلویزیون مردم رو. روز روزگار بر شما عزیزان خوش.